سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان گرامی در هر کجای عالم، خصوصا ایران عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عذرخواهی می کنم از اینکه متاسفانه اینستاگرام اجازه پخش لایو رو به من نداد. دلیلش هم نمیدونم. به هر حال دوستانی که از طریق اینستاگرام دنبال میکنن الان امکان اطلاع دادن بهشون هم نیست و برنامه به همین صورت صرفا از کانال یوتیوب پخش خواهد شد. عنوان صحبت امروز من بار دیگر زندگی مؤمنانه رفع برخی سوءتفاهم هاست. چند ماهی است که به دلیل افزایش اشتغالات دانشگاهی فرصت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فارسی را نداشتم. از این بابت عذرخواهی می‌کنم. از جمعی از دانشگاهیان ایرانی مقیم آمریکای شمالی که بانی این جلسه ایمانی و رمضانی هستند تشکر می‌نمایم. دو سال قبل به دعوت همین جمع محترم دروس عمومی زندگی مؤمنانه را شروع کردم که بعد از برگزاری 4 جلسه از جمله به دلیل پیش گفته متاسفانه ناتمام ماند. امیدوارم توفیق ادامه آن نصیب شود. این جلسه در آغاز شبهای قدر به افق ایران برگزار می شود. طاعات و عبادات همه مؤمنان در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه حق باشد. می دانیم به نظر اهل معنا روز 3 مرحله دارد. روزه عموم که امساک از خوردن و آشامیدن است به آن روزه بطن و فرج میگویند. روزه خواص که امساک از گناه است، یعنی روزه چشم و گوش و زبان و دیگر اعضای بدن، و روزه خواص الخواص که روزه قلب باشد و اجتناب از یاد هر آنچه غیر خداست و دنیوی است. اولی روزه توده مردم است، دومی روزه صالحان است، سومی روزه اولیاء و مقربان. اگر برای گرفتن روزه مرحله اول عذر شرعی داریم و نمیتوانیم روزه بگیریم، روزه مرحله دوم که اجتناب از معاصی است شرط زندگی مؤمنانه است و برای هر کسی در هر سنی و هر شرایطی لازم است، البته اگر قصد کمال و ارتقای معنوی دارد. واضح است برای کسی که سالم است و عذر شرعی ندارد، روزه مرحله اول هم از شرایط زندگی مؤمنانه است. زندگی مؤمنانه بدون عبادت مخلصانه محقق نمی شود. امیدوارم به آنجا برسیم که توفیق روزه مرحله سوم هم نصیبمان شود انشاءالله. درباره ایام قدر 2 قبل نکاتی عرض کردم. شب قدر در آینه قرآن و سنت معتبر اردیبهشت 1400. ادامه آن به فرصت مناسب موکول می شود. این ایام علاوه بر این به امام علی علیه السلام اختصاص دارد. هرچه می گذرد در مطالعات تطبیقی به اعتبار و اهمیت تعالیم امام علی علیه السلام در زندگی مؤمنانه، شناخت مبدأ و معاد و موازین اخلاقی نه تنها برای مسلمانان بلکه برای بشریت بیشتر پی میبرم و حقیقتاً به پیروی چنین امامی به خود میبالم. اخیراً در مقاله با عنوان تحلیل تفکر سیاسی تشیع در کنفرانسی بین المللی گوشه‌ای از تعالیم امام علی علیه السلام را برشمردم. متن انگلیسی آن زیر چاپ است، ترجمه عربی آن منتشر شده که به زودی در وبسایت عربی من درج خواهد شد. امیدوارم امکان ترجمه فارسی آن فراهم شود. وقایع متعددی در فضای سیاسی کشور اتفاق افتاد. احتمالاً انتظار دارید که به آنها بپردازم. حقیقتش آنچه گفتنی بوده است مکررن درباره نادرست بودن این شیوه زمامداری، درباره شیوه برخورد با مقوله حجاب، درباره محکوم بودن سرکوب و سانسور و اختناق و خفقان سخن گفتم. مکررن گفتم و میگویم
برای نجات اسلام و تشیع، نه فقط برای نجات ایران، باید جمهوری اسلامی که نه جمهوری است و نه اسلامی به خدمتش خاتمه داده شود. حکومت دینی عامل اصلی بیدینی است. به زودی بحثی کلی درباره سیاست خواهم داشت، اما این جلسه را اجازه دهید صرفاً به موضوعی که خبر جلسه در آن اعلام شده بپردازم. موضوع سخن این جلسه تعاملی درباره سبک تعاملی دوباره درباره سبک زندگی مؤمنانه از منظر اسلام نواندیش است. این تعامل برای رفع برخی سوء تفاهم ها در این باره است که از جمله اواخر سال گذشته در برخی جراید کثیرالانتشار ایران منتشر شده است. مشخصاً گفتگوی دانشمند محترم جناب آقای مصطفی ملکیان درباره اخلاق و روشنفکری دینی با عنوان عقلانیت یک روش است نه یک فراورده، با سردبیر روزنامه شرق که سالنامه شرق ضمیمه روزنامه 21 اسفند 1401 منتشر کرد و حدوداً سه هفته بعد در وبسایت روزنامه قرار گرفت. این اظهارات هیچ کدام تازگی ندارد و مکررن توسط دانشمند محترم بر زبان رانده شده است. به دلیل پرسش‌های مکرر تصمیم گرفتم این بار نکاتی را در نقد این اظهارات عرض کنم. این گفتگوی طولانی از ابعاد مختلف قابل نقد است، اما من در این گفتار صرفاً به مباحث مرتبط با زندگی مؤمنانه و اسلام نواندیش در آن می‌پردازم. البته دانشمند محترم به اسم هیچ یک از روشنفکران دینی اشاره نکرده که ای کاش می کرد. و حکم کلی صادر نمی شد. اخلاق اقتضا می کند رسانه فرصت مشابهی برای جریانی که مورد نقد قرار گرفته است ایجاد کند و از تبلیغ جریانی خاص بپرهیزد. استبداد دینی فضایی را در ایران ایجاد کرده است که هر متاعی به میزان فاصله گرفتن از دینداری و ترویج سبک‌های زندگی غیر مؤمنانه مشتری پیدا می‌کند. تحلیل انتقادی من هم احتمالاً در این جو احساسی شنا کردن برخلاف جریان آب باشد، اما امیدوارم برای طالبان حقیقت مفید افتد. روشن است که از گفتگو با دوست محترم جناب آقای ملکیان و نقد اهل نظر استقبال می کنم. قوام این اشکالات کهنه امتناع سبک زندگی مؤمنانه از منظر اسلام نواندیش است. بنای این گفتار اقامه دلیل بر امکان این سبک زندگی از طریق ایضاح نسبت دینداری با تعبد و تعقل است. این بحث ضرورت دارد، چرا که زندگی مؤمنانه نادرست معرفی شده است. نویسنده هم به دلیل ممنوع القلمی مطلق امکان انتشار در ایران ندارد، لذا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی که البته یکیش هم الان مسدود شد، میکوشم سوء تفاهم‌های ابراز شده درباره زندگی مؤمنانه از منظر اسلام نواندیش را رفع کنم. خوشبینانه این اشتباهات را سوء تفاهم مینامم، با این امید که بعد از ارائه این مباحث اگر خیری در آنها یافت شد اشکالات اصلاح شود. اگر هم در بیانات من نارسایی بود کاستی آن تذکر داده شود تا رفع کنم. در هر حال این نکات فرضی نیست، آینه تفکر در ایران معاصر است. گفتار امروز من شامل 7 بحث با عنوان 7 سوء تفاهم می شود. سوء تفاهم اول و دوم عنوانش هست دینداری، تعبد و تعقل. رفع این سوء تفاهم طولانی ترین بحث این گفتار و مادر سوء تفاهم های بعدی است. گفته شده قوام زندگی مؤمنانه، بلکه قوام دین، دینورزی و دینداری به تعبد است. تعبد هم این گونه معنا شده است: پذیرش بیچون و چرا از خدا، پیامبر یا ائمه. مؤمن کسی است که سخن پیامبر را بدون چون و چرا بپذیرد
و در خود سخن پیامبر چون و چرا مناقشه نکند، بلکه همه مناقشه ها و نزاها و چون و چراهای دیگر را با ارجاع به سخن پیامبر فیصله دهد. این یعنی تعبد. در مقابل تعبد، تعقل، عقلانیت و استدلال گرایی است، یعنی پذیرش گزاره به دلیل اعتبارش بدون اعتنا به قائل متعالی. این که الف ب است، اگر کسی به اعتبار قائلش پذیرفت می شود متعبد و مؤمن، اما اگر کسی بدون اعتنا به قائل خودش استدلال کرد و به صحت این که الف ب است پی برد، می شود متعقل و محقق. پایان نقل قول و نقل قولی که از ایشون شد. در مرحله نخست فرض می‌کنیم که مراد دانشمند محترم از تعبد و تعقل دقیق باشد. آیا مؤمن در کلیه باورهای خود اعم از دینی و غیر دینی متعبد است؟ یا حتی آیا مؤمن در کلیه گزاره‌های دینی خود متعبد است؟ آیا همه گزاره‌های دینی تعبدی هستند؟ آیا در سبک زندگی مؤمنانه، بلکه در دین، دینورزی و دینداری، تعقل، عقلانیت و استدلال گرایی اصلا راه ندارد؟ آیا در اسلام هیچ گزاره غیر تعبدی وجود ندارد؟ خب اینها سوالای مهمی است. من می‌کوشم تک تک به اینها پاسخ بدم. اموری که مؤمن با آنها سر و کار دارد دو گونه هستند. گونه اول امور دینی، گونه دوم امور غیر دینی. امور دینی سه دسته هستند: امور ایمانی و اعتقادی، امور اخلاقی و امور عملی و به اصطلاح فقهی. اهم امور ایمانی و اعتقادی میتواند اینها باشد: معنا بخشی به زندگی، شناخت مبدع، معاد، عالم غیب و نبوت. حوزه معنا بخشی به زندگی تعبدی نیست، استدلالی است. ما استدلال می کنیم که الف به زندگی معنا می دهد یا نه. اصل مبدع، معاد و نبوت هم استدلالی است. اصول اعتقادی تعبدی و تقلیدی نیستند. اینکه خدا وجود دارد و صفاتش چیست عقلی است. وجود قیامت، حساب، ثواب و عقاب هم عقلی است. اصل وجود عالم غیب نیز عقلی است. ضرورت نبوت هم عقلی است. اصلا تعبد به وجود خدا ممتنع است. اگر در وجود خدا به قول خود خداوند استناد شود، خب این دور صریح است. اگر هم به قول پیامبر خدا یا ائمه استناد شود، باز هم دور با واسطه است. برای پذیرش نبوت پیامبر غیر از قول خود وی دلیل لازم است. پس در این موارد تعبد ممتنع است. در پذیرش دیگر اصول اعتقادی از قبیل معاد و غیب، اگرچه اشکال دور وارد نمی شود، اما در آنها یقین لازم است. یقین در اینجا از طریق استدلال عقلی و مشاهده عرفانی حاصل می شود. اصول اعتقادی در متن وحی و سنت پیامبر هم آمده اند، اما اینها ارشاد به حکم عقل هستند. در حقیقت قول خدا، پیامبر و ائمه مؤمن را به استدلال عقلی در این زمینه ها راهنمایی می کند. اعتبار الف ب است به آن استدلال عقلی است که در پس این اقوال است و برای همگان هم میسر است، نه تعبد به گفته خدا، پیامبر و ائمه. این استدلال های عقلی قابل فهم، استدلال های عقلی قابل فهم همگان در قرآن و سنت برای توحید، نبوت، معاد، قیامت و حشر به وفور یافت می شود. راهیابی به جزئیات اعتقادی در مورد قیامت و غیب جز از طریق کتاب و سنت و اولیاء دین میسر نیست. اینکه حساب و صراط در آخرت چگونه است یا فرشتگان چند نفر هستند و کارشان چیست، هیچ کدام از این جزئیات عقلاً قابل اثبات یا نفی نیستند. اما نکته مهم، پذیرش این جزئیات جزء از شرایط دینداری نیست.
اگر مؤمن بر اساس متون دینی به وجود آنها اطمینان پیدا کرد، باور می کند و ایمان می آورد. اگر هم به اطمینان نرسید، این جزئیات را نمی پذیرد و خللی به ایمانش وارد نمی شود. اگر صرف این که فلان جزئیات اعتقادی در کتاب و سنت آمده، مؤمن موظف به اعتقاد بود، آن وقت معنایش تعبد بود. من در مقاله مستقلی 2 دهه قبل در ابعاد این قضیه اقامه برهان کردم. عنوان مقاله هست طبقه بندی اعتقادات دینی، بهمن 1385. نتیجه این بخش امور اعتقادی این می شود: در اصول اعتقادی یقین لازم است. یقین برخواسته از استدلال عقلی یا شهود عرفانی است. در بخشی از اصول اعتقادی تعبد و تقلید ممتنع است. در بخش دیگر از اصول اعتقادی اشاره به آنها در متن دینی ارشاد به حکم عقل است و مؤمن موظف است با راهنمایی متن دینی به مفاد آن استدلال استناد کند. در کلیه اصول اعتقادی یقین برخواست از دلیل، استدلال و برهان به میزانی که مؤمن را قانع کند لازم است. در فروع، جزئیات و تفاصیل اعتقادی تحقیق و کشف واقع بر همگان ضروری نیست. برای محققین تحصیل یقین یا حداقل اطمینان در جزئیات اعتقادی لازم است. اگر مؤمن غیر محققی با اتکا به تحقیق علما یا اقوال اولیای دین در یکی از فروع اعتقادی به جزم رسید، او متعبدانه یا مقلدانه باور کرده است. اما اگر مؤمن دیگری در همان فروع اعتقادی به چنین اطمینانی نرسید، عدم اعتقاد به آن خللی به ایمانش نمیزند. به عبارت دیگر، تعبد در هیچ امر اعتقادی از اصلی و فرعی شرط تدین نیست. خب این بخش در مورد اعتقادات که معلوم شد که تعبد در اینها راه نداره. جزء دوم امور دینی احکام عقلی است. دین بزرگترین ضامن اخلاق است، اما حکم اخلاقی در شیعه جعفری عقلی است نه نقلی. یعنی ما به لحاظ فلسفه اخلاق قائل به اخلاق عینی هستیم، Objective Ethics، به این معنی که امر اخلاقی امر ما قبل دینی است و صحت و سقم آن متوقف بر وحی یا متن دینی نیست. در مقابل اشاعره که قائل به اخلاق ذهنی هستند، یعنی Object، یعنی Subjective Ethics، و فرمان الهی را، یعنی Command Theory، Divine Command Theory را تنها دلیل اعتبار امر عقلی می دانند. من اصطلاحات انگلیسیش رو هم ذکر میکنم تا مشخص بشه که ما هم امروز توی دنیای معاصر این طبقه بندی ها رو داریم. این طبقه بندی ها شناخته شده هست و وقتی میخوام در داخل ایران هم صحبت کنیم خوبه که این تفکیک ها صورت بگیره. واضح هست که در اخلاق عینی اعتبار امر اخلاقی به فرمان الهی یا قول پیامبر نیست. خب نتیجه این میشود در مذهب ما تعبد در اخلاق راه ندارد. جزء سوم امور دینی امور عملی است که از آنها به احکام فقهی تعبیر می شود. احکام فقهی به چند دسته قابل تقسیم هستند: مناسک یا عبادات، شبه مناسک یا امور توقیفی غیر عبادی، یعنی خوردنی ها، آشامیدنی ها و روابط جنسی، و معاملات، یعنی روابط غیر توقیفی بین انسان ها. خب از این مباحث عملی یا فقهی، مناسک و شبه مناسک امور توقیفی هستند، یعنی صحت و اعتبار آنها متوقف بر امر شارع یا خدا و رسول است. به این معنا تعبدی محسوب می شوند. معاملات فقهی شامل قواعد و احکام معاملات است. قواعد معاملات عقلایی هستند و تعبدی محسوب نمی شوند. احکام معاملات در فقه نواندیش کلن عقلایی محسوب می شوند، یعنی اینها تعبدی نیستند. خب حالا نتیجه این قسمت رو بگم. در گزاره های دینی فقط مناسک و شبه مناسک توقیفی و به اصطلاح تعبدی هستند.
در حالی که امور اعتقادی، اخلاقی و فقه معاملات تعبدی نیستند. اما مؤمن در خارج از امور دینی که حوزه بسیار گسترده را شامل می شود چه می کند؟ آیا تعبدی عمل می کند؟ مثلا در امور پزشکی، در مهندسی، در تجارت آیا ما تعبدی عمل می کنیم؟ در اکثر موارد غیر دینی از قبیل امور فلسفی، ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی حکمی از اولیاء دین نرسیده است. پس تعبد در آنها اصولا منتفی است. در موارد غیر دینی که احیانا حکمی دینی هم در دست است، اگر این دو حکم در تعارض باشند، مؤمن سنتی و در بحث ما شیعه اصولی چه می کند؟ یک مثال خیلی واضح، عبدالرزاق لاهیجی در گوهر مراد در چنین تعارضی گفته است: اگر تعارض بین گزاره عقل قطعی و دلیل دینی باشد، تقدم را به حکم عقلی می دهد و دلیل نقلی را به نفع حکم عقل قطعی تعویل می کند. مؤمن نواندیش در تعارض ظواهر دینی با احکام عقلی و عقلایی در تقدم حکم عقلی و عقلایی بر حکم نقلی تردید نمی کند. یعنی در اسلام نواندیش در تعارض یاد شده تعبد مطلقاً راه ندارد. نتیجه سوء تفاهم اول و دوم که طولانی ترینش بود و مادر همه سوء تفاهم های بعدیست رو این میشه. با تحلیل ارائه شده مشخص شد این ادعا که قوام دین، دینداری، دینورزی و زندگی مؤمنانه به تعبد است ادعای بی دلیل است، بلکه دلیل برخلاف آن است. از امور دینی تنها مناسک و شبه مناسک یعنی توقیفیات تعبدی هستند و امور اعتقادی، اخلاقی و معاملات فقهی از منظر اسلام نواندیش تعبدی نیستند. علاوه بر آن در امور غیر دینی که بخش اعظم زندگی روزمره را تشکیل می‌دهد، از قبیل امور ریاضی، فلسفی، علوم تجربی و علوم انسانی، در صورت تعارض با ظواهر شرعی مؤمن نواندیش هرگز متعبدانه برخورد نمی‌کند. لذا این ادعا که فرمودند قوام دین و دینداری به تعبد است، حتی در اسلام سنتی، حداقل در شیعه اصولی سنتی هم نادرست است، چه برسد به اسلام نواندیش که با شدت و دامنه گسترده تری باطل است. لذا این که ادعا شده مؤمن همه مناقشه ها و نزاع ها و چون و چراهای دیگر را با ارجاع به قول اولیاء دین رفع می کند، متاسفانه گزارشی خلاف واقع از اسلام سنتی و به طریق اولا از اسلام نواندیش است. خب این مرحله اول بود. یادتون باشه گفتیم به شرط این که تعبیرشون از تعبد و تعقل درست باشه. حالا در مرحله دوم نوبت به آزمون تلقی مذکور از تعبد و تعقل میرسن. آیا تلقی دانشمند محترم از تعبد و تعقل موجه است؟ تعبد را ایشان به معنی پذیرش بیچون و چرا معنی کرده است. میپرسیم آیا مؤمنان سنتی یا نواندیش تعبدی را این گونه معنا می کنند؟ خیر. تعبدی در عرف متشرعه به معنای فعلی است که شرط صحت آن قصد قربت است. تعبدی همان مناسک عبادی است، برای اموری که صحت آنها صرفاً متوقف بر قول شارع است. واژه توقیفی به کار می رود که شامل توقیفیات تعبدی یعنی مناسک عبادی و توقیفیات غیر عبادی یعنی شبه مناسک می شود. به نظر می رسد تعبدی مورد نظر دانشمند محترم توقیفی به لسان متدینین باشد. اما این تعبدی گاهی مسامحتن به جای توقیفی به کار رفته است، لذا مشکلی نیست. در هر حال حتی در اسلام سنتی یعنی شیعه جعفری اصولی، اعتقادات و اخلاقیات و بسیاری از احکام معاملات
توقیفی محسوب نمی شوند. در اسلام نواندیش هم تنها آنچنان که گفته شد مناسک و شبه مناسک توقیفی هستند. بنابراین آنچه ایشان به عنوان تعبدی پنداشته مؤمنان اعم از سنتی یا نواندیش باور ندارند. اما عقلانیت به روش استدلال گرایی قدما یا مجاب کردن مخاطب به مدد نیروی استدلال و نیروی اقناع بدون نیروی انگیزاننده و وادارنده تعبیر شده است. بهترین روش استدلالی قدمایی روش فلسفی منطقی و مشابه آن در دوران معاصر استدلال‌های ریاضی است. به این عبارت ایشان توجه کنید. عقلانیت یعنی اگر من به شما گفتم الف ب است و شما از من مطالبه دلیل کردید، بتوانم نشان دهم الف جیم است، جیم ب است، پس الف ب است. خب این پایان نقل قولی که ازشون کردم. این تلقی کلاسیک از عقلانیت و استدلال مدت هاست مورد مناقشه قرار گرفته است، از جمله از سوی جریان بسیار قوی عقلانیت انتقادی. عقلانیت انتقادی به شکل خیلی ساده یعنی حدس و نقادی و جستجوی تقرب کورمال کورمال به حقیقت درون چارچوبی از صدقهای موقت. از منظر عقلانیت انتقادی توجیه باور معابانه از استدلال و عقلانیت اموری روانی هستند نه معرفتی، لذا چون این توجیهاتی در صدق گزاره به معنای واقع نمایی مفید فایده نیست. دانشمند محترم مستحضرند در حوزه های تخصصی هر علمی امروز عقلانیت به معنای متفاوت به کار رفته است. کافی سری به مدخل های عقلگرای قاره کانتیننتال رشنالیزم یا عقلگرایی و تجربه گرایی رشنالیزم اند ایمپرسیزم در دایره المعارف فلسفی استنفورد زده شود. این را ذکر کردم که در دسترس همگانه تا مشخص شود سطح بحث عقلانیت در ایران چقدر نازل است. لازم است ابتدا درباره عقلانیت معرفت شناختی و عقلانیت متافیزیکی بحث شود و سپس از تلقی های متفاوت عقلانیت نزد فلاسفه از قبیل دکارت، مالبرانش، کاوندیش، اسپینوزا، کانت، لایبنیتز و کانوی تا فیلسوفان معاصر پرده برداری شود. خوشبختانه نارسایی بیانات دانشمند محترم در مورد عقلانیت بعد از این مصاحبه مورد نقد دو پژوهشگر دیگر هم قرار گرفته است. امیدوارم دانشمند محترم مقصود خود را از عقلانیت و نوع آن را با دقت بیشتری توضیح دهد. نه قوام دینداری به تعبد است، نه قوام روشنفکری به عقلانیت غیر انتقادی کلاسیک. قوام دینداری به تسلیم حقیقت شدن است، حقیقتی که جز امر ربوبی چیزی نیست. این تسلیم شدن تعبد نیست. تعبد در قاموس دانشمند محترم پذیرش بیچون و چرا در فضای خردپذیر است، فضایی که عقل توان تشخیص دارد و حکم دیگری صادر کرده است. لذا تعبد در چنین چارچوبی منفی است، حالان که تسلیم حقیقت شدن تسلیمی خردمندانه است. آن که به نیروی خرد خداداد حقیقت را در میابد، اگر به چنین حقیقتی سر تسلیم فرود نیاورد باید در خرد او تردید کرد. خدا یعنی حقیقت هستی، به خدا یعنی حقیقت هستی تسلیم خردمندانه شدن قوام دینداری است نه تعبد بیخردانه. فاصله بین تسلیم خردمندانه با تعبد بیخردانه فاصله اندکی نیست. از آن سو قوام روشن فکری به عقلانیت انتقادی است نه عقلانیت استدلالی کلاسیک قدمایی غیر انتقادی. خب این پایان رفع سوء تفاهم اول و دوم بود که طولانی ترینش بود و مادر همه سوء تفاهم های بعدی است. موارد بعدی کوتاه تر است.
اما سوء تفاهم سوم، ناسازگاری روشنفکری و دینورزی. ادعا شده قوام روشنفکری به عقلانیت و قوام دینداری به تعبد است. در این صورت روشنفکری دینی می شود عقلانیت متعبد که ترجمه می شود به عقلانیت عقلانیت ستیز، یعنی تناقض صریح. این ادعا از هر دو سو مخدوش است. قوام روشنفکری به عقلانیت استدلالی غیر انتقادی نیست. از آن مهمتر، قوام دینداری به تعبد عقلانیت ستیزانه نیست، بلکه به تسلیم خردمندانه به حقیقت شدن است که مقتضای خردمندی است. بنابراین ادعای آشتی ناپذیری دینداری و روشنفکری بیپایه است. دینداری و روشنفکری، سازگاری دینداری و روشنفکری امری ممکن است. مهمترین دلیل آن وقوع آن در قرن اخیر در ایران است. آثار نیکوی نواندیشی دینی را نمیتوان نادیده گرفت. من برعکس نواندیشی دینی را پروژه نسبتاً موفق میدانم. البته هیچ امر انسانی بدون کاستی نیست. در جای دیگر چندین سال قبل خلل‌های روشنفکری دینی را متذکر شدم. تأملاتی درباره نواندیشی دینی در ایران معاصر آبان 1394. دانشمند محترم، با ادعای امتناع دینداری روشنفکرانه، دینداری را منحصر در دینداری سنتی و بنیادگرایانه کرده است. ایشان کوشش‌های روشنفکران و نواندیشان دینی را یکسره ناموفق ارزیابی کرده است. این ارزیابی فلعی فاقد دقت علمی و غیر قابل قبول است. منصفانه و اخلاقی این است که مشخص کنیم کدام دستاورد نواندیشان دینی قابل مناقشه و مخدوش است و کدام دستاورد نواندیشان مسلمان موفق و مقبول بوده است. روشی که من در نقد روشنفکران دینی متمایل به تجدید نظر طلبی دینی به کار بردم در دو جا، یکی در مباحث چالش اسلام و قدرت دی 99 تا مرداد 1400 و دیگری در مقدمه ویرایش دوم حق و ناس دی 1401. علارغم نقد جدی به آراء تجدید نظر طلبانه آنها، ارزش آراء نواندیشانه آقایان شبستری و سروش را هرگز نفی نکردم، بلکه به ارزش و اهمیت اهم این آراء نواندیشانه تصریح کردم. سوء تفاهم چهارم، سودای مؤمن ناب و راستین. ادعا فرمودند مؤمن ناب و راستین کسی است که همه گزاره‌های دینی را متعبدانه، یعنی بدون استدلال عقلی، پذیرفته باشد. می‌پرسم این ادعا بر کدام مبنا استوار است؟ ظاهراً دانشمند محترم مؤمن ناب و راستین را دیندار سنتی فرض کرده است. دینداری که احتمالاً تنها در اهل سنت فرقه ظاهریه و در شیعه فرقه اخباری قابل تصور باشد. بعد هم با چنین فرض مخدوشی نتیجه دلخواه خود را گرفته است که روشنفکری دینی برخلاف اسلام سنتی دنبال دخل و تصرف در عقلانیت ناب و متن مقدس می باشد. مراد از متن مقدس کتاب و سنته، اما این عقلانیت ناب هم ادعای از سنخ مؤمن ناب است. در عالم واقع نه از آن خبریست نه از این. اگر مراد دانشمند محترم روشن فکران مسلمان تجدید نظر طلب نیست و دقیقاً مرادش نواندیشان مسلمان است، اینها کارشان اصلاح معرفت دینی است نه اصلاح دین. راستی دانشمند محترم این دلسوزی برای اسلام سنتی را از کدام موضع انجام داده است؟ متاسفانه این روایت ایشان هم فاقد دقت است. پرسیدنی است نو اندیشان مسلمان کدام امر خرد ستیز را پذیرفتند؟ نو اندیشان مسلمان کدام امر خرد پذیر را انکار کردند؟ نو اندیشان مسلمان کدام امر خرد گریز را توجیه عقلی یا بی دلیل انکار کردند؟
این سه پرسش بسیار جدی است. اگر به جای بیانات کلی به این سه پرسش با دقت پاسخ داده شود، معلوم خواهد شد که ادعای این که نواندیشان مسلمان حق عقلانیت را به جا نیاوردند از چه اعتباری برخوردار است. سوء تفاهم پنجم، ناسازگاری درونی سبک زندگی مؤمنانه به روایت اسلام نواندیش. ادعا شده دیگر سبک‌های زندگی از قبیل سبک زندگی فیلسوفانه، سبک زندگی عارفانه و سبک زندگی دینداری سنتی سازگاری درونی دارند، برخلاف سبک زندگی مؤمنانه به روایت اسلام نواندیش که به ناسازگاری درونی مبتلا است. همان ناسازگاری رفع ناشدنی تعبد با عقلانیت. با تحلیل انتقادی معانی تعبد و عقلانیت مشخص شد که هر دو سوی ادعای اخیر قابل مناقشه است. دیگر سبک‌های زندگی البته قابل احترامند، اما اگر نوبت به نقد هر یک برسد، معلوم می شود هر یک از چه مشکلات عمیقی رنج می برند. سبک زندگی فیلسوفانه و سبک زندگی عارفانه سبک زندگی اقلیتی اندک از خواص است و با زندگی واقعی و چند ساحتی مردم فاصله فراوان دارد. برای ارزیابی میزان سازگاری هر یک کافی است به نقدهای مکاتب رقیب فلسفی و عرفانی و نقدهای متقابل اهل فلسفه و عرفان به یکدیگر مراجعه کنیم. برای مثال در فرهنگ اسلامی نقد سهروردی بر ابن سینا، نقد ابن رشد بر ابن سینا، نقد مشائخ متأخر از قبیل جلوه بر ملا صدرا و نقد عرفان زهدی بر عرفان عشقی و عرفان عشقی بر عرفان زهدی قابل ذکر هستند. بعید می‌دانم بعد از ملاحظه این نقدها چیزی برای ادعای سازگاری درونی این سبک‌های زندگی باقی بماند. مشابه همین نقدها را هم در فلاسفه غربی میتوان مشاهده کرد. سبک زندگی دیندار سنتی برای دوران گذشته البته قابل دفاع بوده است، اما امروز با مشکلات متعددی مخصوصا در ناحیه حقوق بشر و ناتوانی از پاسخگویی به بسیاری از مشکلات معاصر این سبک زندگی رنج میبرد. بنا ندارم در این گفتار از ناسازگاری درونی سبک زندگی موسوم به عقلانیت و معنویت سخن بگویم. سوء تفاهم ششم، اخلاق و ایمان. آیا با رعایت اخلاق جهانی نیازی به دینداری و زندگی مؤمنانه باقی میماند؟ زندگی مؤمنانه چه نسبتی با اخلاق، خصوصا اخلاق اجتماعی دارد؟ اینها دو پرسش بسیار مهم هستند. اخلاق جهانی محصول سیره عقلای معاصر درباره اخلاق و دستاوردی ارزشمند است. اخلاق جهانی را باید پاس داشت و به رعایت آن اهتمام کرد. مسلمانان نیز در عمل از رعایت اخلاق جهانی بی‌نیاز نیستند، هرچند اغلب این موازین را در موازین اسلامی می توانند پیدا کنند. از منظر اسلام نواندیش، رعایت عقلانیت، اخلاق جهانی و حقوق بشر یک ضرورت است. من در کتاب حق الناس، اسلام نواندیش و حقوق بشر، خصوصا ویرایش دوم، درباره هر سه اصل بحث کردم. کتاب اصالتا درباره لزوم رعایت قانون جهانی حقوق بشر برای مسلمانان است. چهار معیار عقلانیت، عدالت، اخلاق و کارآمدی نسبت به نظام‌های فکری رقیب، شرایط اعتبار آزمون هر گزاره دینی در دوران معاصر دانسته شده است. معیار اخلاق می‌تواند به سادگی بر اخلاق جهانی تطبیق شود. درباره مراد از عقلانیت و رسیدن به مبنای مشترک هنوز نیاز به کار بیشتری داریم. اما درباره پرسش اصلی این بحث، اخلاق جهانی، قانون جهانی حقوق بشر و عقلانیت اجزای لازم سبک زندگی مؤمنانه از منظر اسلام نواندیش هستند، نه شرط کافیان. شرط لازم، نه شرط کافی. برای مؤمنان زیستن، اخلاقی زیستن
عقلانی زیستن و رعایت حقوق بشر هرگز کافی نیست. غیر مؤمن هم ممکن است هر سه شرط را رعایت کند. مؤمن کسی است که علاوه بر این سه شرط ایمان دینی هم دارد، مشخصا به خدا و آخرت در چهارچوب ادیان ابراهیمی ایمان دارد. و برای یک مسلمان ایمان به خدا و آخرت از منظر پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله محقق می شود و برای یک شیعه جعفری ایمان به خدا، آخرت و نبوت خاصه از منظر تعالیم اهل بیت علیهم السلام تعریف می شود. بدون ایمان به خدا، بدون ایمان به آخرت، بدون ایمان به نبوت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، سبک زندگی مؤمنان بی‌معناست. این سه عنصر اساسی ایمان در چهارچوب تلقی اسلامی به تعریف قرآن کریم، سنت معتبر نبوی و سیره معتبر ائمه اهل بیت علیهم السلام تعریف می شود. تلقی نواندیشانه از اسلام با تلقی سنتی در اصل این سه عنصر بنیادی ایمان اسلامی اشتراک نظر دارد، اما در برخی جزئیات البته تفاوت نظرهایی است. این تفاوت‌های جزئی در مباحث اعتقادی تفصیلی به یاری خدا مطرح خواهد شد. یکی از مثال‌های آن در بحث امامت از فروع عصر نبوت است. تلقی جزم‌اندیشانه امامت فرابشری در مقابل تلقی تاریخی انتقادی علمای ابرار، تلقی نواندیشانه از اسلام با تلقی تجدید نظر طلبانه از اسلام در توحید، معاد و خصوصاً وحی و پیامبری تفاوت اساسی دارد. اسلام نواندیش وحی را کلام الله می داند که بر قلب محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله نازل شده است، نه رؤیای رسولانه و تفسیر نبوی از جهان. اینکه عرفا و صوفیه تلقی وحدت وجودی از خدا دارند البته قابل احترام است، اما در اسلام نواندیش ایمان به خدای متشخص به معرفی قرآن مطرح است. هر قائل به تلقی وحدت وجودی از خداوند اگر خود را مسلمان معرفی می کند بدون تردید مسلمان است. بحث در ایمان و کفر کسی نیست، بحث در معرفی سبک زندگی مؤمنانه از منظر اسلام نواندیش است. مؤمن علاوه بر ایمان به خدا، آخرت و نبوت از منظر قرآن، سنت معتبر نبوی و تعالیم معتبر ائمه اهل بیت به موازین اخلاق اسلامی پایبند است و مناسک و شبه مناسک را مطابق موازین فقه اهل بیت به جا می آورد. اگر کسی به هر دلیلی از اسلام عبور کرده است و بیپندارد معنویت مشترک بین ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی و مکاتب بشری کافی است، سبک زندگی او معنوی و عقلانی به تعریف خود وی است. این سبک زندگی البته قابل احترام است و بر سبک زندگی ماتریالیستی شرف دارد، اما این سبک زندگی زندگی مؤمنانه نیست. صداقت اصل اول اخلاق جهانی و اخلاق اسلامی اقتضا می کند تفکیک و تمایز سبک زندگی مؤمنانه و سبک زندگی موسوم به معنویت عقلانی به روشنی تبیین شود و یکی جای دیگری معرفی نشود. اسلام نواندیش به صراحت از آزادی و تکثر سبک های زندگی دفاع می کند. در هر حال زندگی مؤمنانه با اخلاق، خصوصا اخلاق اجتماعی، عموم خصوص مطلق است. دایره ای در دل دایره بزرگتر. دایره کوچکتر زندگی مؤمنانه است و دایره بزرگتر زندگی اخلاقی. می توان اخلاقی زیست اما غیر مؤمن بود. مثلا خدا ناباور یا معنویتگرا یا لاادری بود. می توان مؤمنانه زیست که لزوما اخلاق رکن آن است. حال اگر مؤمنی موازین اخلاقی را رعایت نکرد، او مؤمن صالحی نیست. اما با نقض موازین الزامی اخلاقی کافر نمی شود. او سبک زندگی مؤمنانه را نقض کرده است. بدون اخلاق سبک زندگی مؤمنانه ترک شده است. بدون رعایت موازین اخلاق، بدون رعایت حقوق دیگران یعنی حق الناس، بدون رعایت عقلانیت، بدون عمل به مناسک و شبه مناسک، فرد مؤمن اسمی و شناسنامه است، اما عملا موازین زیست مؤمنانه را ترک کرده است. شده است مؤمن غیر صالح
یا مؤمن فاسق، نه مؤمن عامل یا مؤمن صالح. سوء تفاهم هفتم و آخر، زندگی مؤمنانه و اجبار دیگران. زندگی مؤمنانه چه نسبتی با وادار کردن دیگران به رعایت این سبک زندگی دارد؟ آیا اصولاً زندگی مؤمنانه با اجبار ممکن است؟ مؤمن در درجه اول موظف به رعایت شخصی موازین ایمانی است. او باید در پایان روز قبل از خواب به محاسبه عملکرد روزانه خود بپردازد. آیا حقوق نفس خود، حقوق خداوند، حقوق خانواده، حقوق همسایگان، حقوق دیگر مردم و حقوق محیط زیست و حیوانات را رعایت کرده است یا نه؟ اگر موردی را کوتاهی کرده است، بکوشد جبران کند. اگر نفسش سرکشی کرده و حریم ایمان و اخلاق انصاف را در نوردیده است، خود را تنبیه کند. اما درباره دیگران چه وظیفه‌ای داریم؟ این همان امر به معروف و نهی از منکر است. مراد از این وظیفه دینی این است که مؤمن نسبت به ترویج خیر و معروف و گسترش شر و منکر بی تفاوت و بی خیال نباشد. در حد مقدور برای آن برنامه ریزی داشته باشد و اگر احتمال تأثیر می دهد این وظیفه را زمین نگذارد. اجرای این وظیفه دینی در مورد خانواده درجه اول یعنی همسر و فرزندان ضرورت بیشتری دارد. در درجات بعدی دیگر مراتب خانواده، همسایگان، دوستان، همکاران، همشهری‌ها، هموطنان و بالاخره بشریت. هرچه دایره گسترده تر می شود، درجه مقدوریت و احتمال تأثیر کاهش می‌یابد. اگر کسی خودش اهل رعایت موازین دینی و اخلاقی نیست، خودش بیش از همگان به امر به معروف و نهی از منکر احتیاج دارد. چون این فردی تا اطلاع ثانوی، یعنی تا زمانی که خودش موازین دینی و اخلاقی را رعایت نکرده است، مجاز نیست به ارشاد دیگران بپردازد. رتب خورده منع رتب چون کند؟ اما در اجرای امر به معروف و نهی از منکر حتی نسبت به خانواده، آیا مجازیم از زور استفاده کنیم و دیگران را به آنچه خود معروف و خیر می دانیم وادار کنیم؟ پاسخ اسلام نواندیش صریحاً و قاطعانه منفی است. این یکی از تفاوت‌های اسلام سنتی و اسلام نواندیش است. اجبار حتی در خانواده هم جواب نمی دهد، چه برسد به غیر خانواده. فرزند تا بزرگ و مستقل شد، آنچه به اجبار در خانه پدری انجام داده ترک می کند. هنر پدر و مادر مؤمن باید این باشد که فرزندانشان را مؤمن تربیت کرده باشند که خودش به ضرورت رعایت موازین ایمانی و اخلاقی حتی در خلوت پایبند باشد. ضعف تربیت را با اجبار و زور پر نکنیم. زندگی مؤمنانه از منظر اسلام نواندیش احدی را مجاز به وادار کردن دیگران به رعایت این سبک زندگی نمی داند. چه پدر، چه برادر، چه زمامدار، چه حکومت. وقتی دیگران را مجبور به انجام یکی از وظایف دینی یا اخلاقی می کنیم، مطمئن باشیم با آمدن اجبار ایمان از در دیگر خارج می شود. آنچه با اجبار ممکن است رعایت پوسته ظواهر شرعی منهای ایمان قلبی است. این پوسته پوک چه ارزشی دارد؟ باور کنید هیچ. من درباره حجاب اجباری مکررن بحث کردم و آن را حقیقتاً غیر اسلامی و غیر شرعی بلکه خلاف شرع می دانم. در فرصت دیگر مستقلن در این زمینه باز هم صحبت خواهم کرد. اطمینان دارم موج جدید اجبار به حجاب بدون کمترین تردیدی به شکست کامل خواهد انجامید. مردم را در رعایت سبک پوشش آزاد بگذاریم. دیر یا زود زنان ایرانی آزادی سبک پوشش را به حاکمیت تحمیل خواهند کرد. در پایان برای خود و
دانشمند محترمی که در این گفتار نقد شد و برای همه بینندگان حاضر و دوستانی که این گفتار را بعداً خواهند دید یا خواهند خواند آرزوی مغفرت و توفیق دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر عذرخواهی میکنم از دوستان اینستاگرام که امکان تماس با اونها برقرار نشد. خب حالا سوالاتی که اینجا به دست من رسیده مطرح میکنم. البته قبل از اون سوالی رو یکی از دوستان برای من ایمیل کرده، اون رو ابتدا مطرح میکنم. اگر دوستانم سوال دیگری داشتن همینجا مرحمت بکنم. پرسیدن در حین عبادت و سلوک مستمر یک حالت انتظار تحول و دگرگونی در انسان ظاهر می شود. به عنوان مثال وقتی ورزش می کنیم انتظار داریم که نفس و ماهیچه ها رشد پیدا کنند و اگر این انجام نشود آن را کنار می گذاریم. این انتظار بسیار سخت و طاقت فرساست. در امر عبادات می خواستم بدانم در تجربه عارفان پیشین چه تدبیری در این مورد اشاره شده است؟ خب سوال خوبی پرسیدند. متناسب با ماه مبارک رمضان هم هست که ماه خودسازی است. خب ما از عبادت انتظار داریم که متحول بشیم، آدم بشیم، رذایلمون سلب بشه، فضائل در ما افزایش پیدا کنه. اما همونطور که مثالم زدم درست هم هست که وقتی ورزش میکنیم خب تغییر رو در خودمون احساس میکنیم. خب در عبادت غالبا وقتی تبدیل به عادت بشه ما دیگه اون تغییر رو احساس نمی کنیم. یعنی نمی فهمیم اصلا تغییر ایجاد شده. حقیقتش گاهی وقتا اصلا تغییری در ما ایجاد نمیشه، به خاطر که ما فقط یک عادت رو انجام دادیم. فقط مثلا در نماز دول و راست شدیم، صورتش رو ایجاد کردیم، سیرتش رو ایجاد نکردیم. یا در روزه صرفا گرسنگی کشیدیم، تشنگی کشیدیم و هیچ کمالی در نفسمون حاصل نشده. خب در این زمانها چه باید کرد؟ آیا عبادت رو کنار بگذاریم چون ما عادت کردیم و حالا چون نمازمون باعث تقرب نیست، معراج مؤمن به فرموده پیامبر نیست، باعث تنها عن الفحشاء و المنکر نیست به فرموده قرآن، در این صورت نماز رو ترک کنیم؟ آیا اگر روزمون بیشتر از تشنگی و گرسنگی چیزی به ما نمیده آیا روزه رو ترک کنیم؟ و هاکذا اگر حجمون صرفاً فرض بکنید یک طواف ساده شده، فقط یک طواف فیزیکی انجام دادیم اما به دیدار صاحب خانه که خدا باشد نائل نشدیم، حج رو ترک بکنیم؟ اگر در زکات، در پرداخت مالیات های دینی که قرار است ما این مزکا بشیم، پاکیزه بشیم و مالی رو که به عنوان زکات به فقرا میدیم، به مساکین میدیم، واقعا به دست خدا داده باشیم و ما چنین احساسی رو نداریم، نکردیم همچو کاری، آیا زکات رو ترک بکنیم؟ خب یه راه حل اینه که برخی گفتن، برخی از معاصرین محترم، که شما هر وقت که دیدید حالی کارا رو ندارید خب عبادات رو ترک بکنید. میشه فرمودند، فتوا دادن که میشود چون این کاری کرد. خب این یک راه است که من نقد کردم در مقدمه حق الناس، گفتم این حرف صحیحی نیست. کاری که ما باید بکنیم اینه که اون چیزی که در ما عادت شده تنوعهای در خودمون ایجاد بکنیم، تذکرهایی به خودمون بدیم که اون عادت، این چیش عادت شده رها بشه و عبادت به اون پویایی درونی خودش برگرده. چطور؟ خب کتب عرفا، کتب علمای اخلاق یه فصلی داره به نام اسرار العباده، اسرار عبادات.
قشنگ داره، اسرار نماز، اسرار روزه، اسرار حج، اسرار زکات، اسرار تلاوت قرآن و الی آخر. و هر کتاب اخلاقی شما مراجعه کنید، کتاب اخلاقی اصیل و معتبر ما، شما اینا رو درش میتونید پیدا کنید، میتونید ببینید. مثلا در از حال کتب اخلاقی بسیار مشهور میگم، از کیمیای سعادت غزالی که به فارسی است، در احیاء علوم الدین که دائره المعارف علوم اخلاقی مسلمانان است، از محجة البیضاء فی احیاء الاحیاء ملا محسن فیض کاشانی که فی الواقع روایت شیعی همون احیاء علوم دین غزالی است، در معراج الساده، در جامع السعادات، اینا همه خوشبختانه معراج که فارسی است، جامع السعادات هم به فارسی ترجمه شده، محجة البیضاء هم به عنوان راه روشن به فارسی ترجمه شده. اگر کسی طالبش باشه میتونه به همه اینها مراجعه کنه. خب توی اسرار عبادات گفتند عرفا و علمای اخلاق، ذکر کردند که چه کنیم که نمازمان اقامه نماز باشد نه خواندن نماز. اقیم الصلاة، نماز رو به پا دارید، ما نماز میخونیم. نماز خوندن گاهی میشه اول تا آخر نماز میبینیم که اصلا حواس سمون نبوده که ما کی سوره حمد خوندیم، به چه معنا بود، تو تشهد چی گفتیم، تو رکوع سجود چی خوندیم. توی نماز چیزایی که فراموش کردیم یادمون میاد. برای چی؟ برای که ما به یاد خدا نیستیم، خودمون رو مسخره کردیم. برای اینکه جلوی این مسخره کردن رو بگیریم، راهش این نیست که نماز رو ترک بکنیم، راهش اینه که عادت رو ترک بکنی، نماز رو به حالت نماز اقامه شده برگردونی، که وقتی تکبیر گفتیم مثل نماز امیرالمؤمنین که این ایام متعلق به ایشونه، از دنیا و مافیها رها بشیم و مستغرق در اقیانوس عرفان الهی بشیم. اینا شدنی است، منتها باید کار کنیم رو خودمون، باید تربیت کنیم خودمونو. و توی مسئله ورزشی که دوستمون مثال زدن، ما سعی میکنیم، بله درست میگید، قشنگ میریم تمرین میکنیم تا زمانی که مثلا بخوام در یه مسابقه ملی یا مسابقه بین المللی در یه المپیکی شرکت بکنیم. چقدر روش زحمت میکشیم؟ خب همین زحمت ها رو باید برای عبادتمون هم بکشیم، برای آدم سازیمون هم بکشیم، برای تربیت نفسانیمون هم بکشیم، وقت باید براش بگذاریم. خب وقتی وقت نگذاریم به نتیجهش هم نمیرسیم. رضا توصیه عملی من اینه که برید یکی از این کتاب ها رو فراهم بکنید، فصل مربوطش رو بخونید. چقدر خوبه که دوستان توی ماه رمضان اسرار روزه رو در یکی از این کتاب ها بخونن. فکرم نکنید، حالا همطور که ابتدای سخنم هم اشاره کردم، فکر نکنید که اگر کسی نتونست روزه بگیره به دلیل شرعی، عذر داره یا بیمار هست یا مسئله دیگری داره و نمیتونه روزه بگیره، خب در این صورت بس دیگه رمضان بی رمضان. خیر، رمضان برکات فراوانی دارد، توش قرائت قرآن هست، توش دعا هست، توش مناجات هست، توش انفاق هست، توش مغفرت هست. اینها یک طرف، روزه یک طرف. اگر از روزه بی نصیب هستیم، از بقیه موارد که بی نصیب نیستیم. اونا که دیگه بیماری درش دخیل نیست که خوندن قرآن یا مناجات کردن یا نماز خوندن یا انفاق کردن که ربطی به بیمار و سالم نداره، که ربطی به این سن و اون سن نداره، که میشه همه اینها رو انجام داد. حالا من حرف زیاد دارم برای گفتن، اما به همین اختصار، به این همین مختصر در پاسخ این دوستمون کفایت میکنم و توصیه میکنم یکی از این کتاب ها رو مطالعه کنم. خب حالا ببینیم دوستان اینجا چی برامون فرستادن. بله، خب گفتن با فیلتر شکن دشواری داریم. خب منم ابراز همدردی میکنم، البته من این طرف مشکل فیلتر شکن ندارم، مشکل چیز دیگه است که عرض میکنم. پرسیدن که گفتار غامضیست، ای کاش کمی ساده‌تر صحبت کنید. خب حالا وقتی که متنش رو منتشر کردم روش تأمل بیشتری بفرمایید. فکر میکنم
در همین حد کفایت میکنه. متن به هر حال مباحث علمی است، مباحث روزمره ساده نیست، بس ذکر شده، خب نقدش هم انجام میشه. اگرم خب متوجه نشد بنده عذرخواهی میکنم. گاهی وقتا یادم استاد ما آقای جوادی میفرمودن که گاهی همین اشکال بهشون میشد، میگفتن که شما خودتون رو ارتقا بدید، از ما نخود خودمون رو تنزل بدیم. درسته ما باید با زبان همگانی صحبت کنیم، که منم حداقل با زبان خود شما صحبت میکنم، هیچ کلمه اصطلاحی خاصی هم به کار نبردم، هرچی هم به کار بردم توضیح دادم، معنا کردم، اما بحث قبول دارم بحث سنگینی بود است. بعد پرسیدن که بله، گفتن چرا حساب اینستاگرام شما، ظاهرا حساب اینستاگرام از ابتدای این بحث غیر فعال شده. خب چرس کنم، منم همین الان یعنی ابتدای این صحبت که آمدم بحث رو لایو پخش بکنم، دیدم چند خط نوشت که شما موازین ما رو رعایت نکردید و به این دلیل متوقف میشه. من فکر کردم فقط لایوش متوقف شده، حالا باید ببینم این جوری که گفته شده کل حساب غیر فعال شده. البته بار سوم ظاهرن که همچو اتفاقی برای بنده میفته. خب اینم محبت اون برخی کارگزاران ایرانی اینستاگرام هست که ظاهرن چرس کنم، حالا قبلا چیزایی نوشتم و مواردی هم تحقیقاتی هم صورت گرفت که ظاهرن در این چیز نفوذ شده و برخی از افراد به هر حال از جای دیگری میان و حساب منتقدان جمهوری اسلامی رو با این مشکلات مواجه میکنند. به هر حال جالب، ما هم در داخل کشور ممنوع القلم مطلق هستیم، حالا در خارج از کشور هم این گونه داره با ما برخورد میشه. مهم نیست، حالا الحمدلله هم یکی که باز این رو خدا رو شکر کرد. منم که الان فرصت سخنرانی نداشتم، بسیار کم صحبت کردم، برای همینم بعد از مدت‌ها مراجعه کردم، دیدم من حداقل 4 ماه اخیر هیچ صحبتی نداشتم، سخنرانی نداشتم به زبان فارسی. البته چرس کنم، من اطلاعی ندارم، حالا پرسیدن چی هست گفتم نمیدونم، حالا بعد از این صحبت باید برم بررسی بکنم و تحقیق کنم و بعد ببینم اصلا قابل رفع دوباره یا نه. و چی عرض کنم، بله پرسیدن که آیا قائل نیستید که مؤمن سنتی همان قاطبه مؤمنین و مسلمانان فعلی هستند؟ چرا رویه نواندیشان دینی و بر فرض صحت مجاهدات فکری آنها در این بحث وارد میکنید که بسیار کم جمعیت هستند، کم جمعیت تر هستند؟ اتفاقا بحث در همین هست. ببینید مناقشه ای که دوست گرامی ما کردن در بیفایده بودن و امتناع روشن فکری دینی به اصطلاح ایشون و نواندیشی دینی به اصطلاح بند است، به اصطلاح ماست. بست صورت مسئله از اول این بوده، کم تعداد هم اونقدر کم تعداد نیستند، اقلیت هستند، مؤمنان نواندیش اقلیتند، اما این اقلیت در دانشگاه ها اگر بگم که اقلیت محض نیستند بلکه بسیار رشد کردند، میشه اگر امکان تحقیق میدانی بود شاید میگفتیم که اینها به اکثریت هم تبدیل شدند. حداقل خارج از کشور در دانشگاه ها مؤمنان نواندیش بین مسلمان ها قطعا در اکثریت هستند، تعدادشون از مؤمنان سنتی بیشتره. بنابراین این که اول خیلی کمند من درس کردم، ضمناً حتی در حوزه‌های علمیه، ببینید در حوزه‌های علمیه در بین
فضلا، یعنی رده بعد از مجتهدان و به اصطلاح رده اول، طلاب نوسنتی رشد بسیار زیادی کردند. اینها رو من تحقیقا عرض میکنم، وضعیت به شکل سابق نیست. بعد هم حالا در مورد مؤمنان سنتی، خب در مورد مؤمنان سنتی مناقشه نداشتیم. اصلا به اینکه این بحث منعقد شده صرفا به خاطر اینکه در امکان مؤمن نواندیش مناقشه شده. من اومدم ذکر کردم، منم عرایض خودم رو کردم، گفتم به نظر میرسه که اشتباهی صورت گرفته یا سوء تفاهمی شده و کوشش کردم در حد امکان سوء تفاهم رو رفع بکنم. اگر مراجعه بکنید به متن مصاحبه دوست محترم و به متن سخنان من، وقت متوجه میشید که مناقشتون به جا نیست. بله. پرسیدن ای کاش شما با جناب استاد ملکیان در این رابطه یک نشست مشترک و در برنامه زنده میگذاشتید. از جانب من که مشکلی نیست، میتونید مقدماتشو فراهم بفرمایید، من استقبال میکنم. البته امیدوارم تو اینستاگرام نباشه که مثل امروز با مشکل مواجه نشه. حالا بالاخره میشه تو یوتیوب یا جای دیگری برگزارش کرد. بله، پرسیدن این که شما در هر استدلالی از دو منظر اسلام سنتی و اسلام نواندیش دینی صحبت میکنید، یک نوع دین جدیدی آورده اید. هر نواندیشی هم میتونه برداشت جداگانه از اسلام داشته باشه. نه، چون این نیست. قرائت‌های متفاوت از اسلام از اول وجود داشته. ببینید، یک کسی از همون لحظه وفات پیامبر، ما اسلام سنی داشتیم، اسلام شیعی داشتیم. آی دین جدیدی بوده؟ در بین اهل سنت یه قرن نگذشته ما در ناحیه کلام و اعتقادات، خب تفکر حنابله رو داشتیم، تفکر معتزله رو داشتیم، معتزلیه رو داشتیم، تفکر اشاعره رو داشتیم، تفکر ماتوریدیه رو داشتیم. آیا اینا دین جدیدی آوردن؟ هرگز. در ناحیه فقه اهل سنت ما حداقل چهار مذهب داشتیم و داریم: حنفیه، مالکیه، اشعریه، حنبلیه، غیر از یه فرقای کوچکتری مثل ظاهریه و دیگران که این چهارتا به هر حال به عنوان مذاهب اصلی پذیرفته شده. در بین شیعیان ما سه تا، حتی اول سه جور شیعه داشتیم و داریم: اکثریت شیعه اثناعشری یا شیعه جعفری، شیعه زیدیه که در یمن هستن بیشتر، و شیعه اسماعیلی که خب اقلیت بسیار کمتری هستن. اینا هم که دین جدید نیستن، سه تا مذهب متفاوت هستن. در بین حتی شیعیان جعفری ما برخورد اصولی داشتیم، تلقی اصولی داشتیم و تلقی اخباری داشتیم. حالا درست اخباریون تا حدود زیادی منقرض شدن، اما وجود داشتن، ذهنیتشون هم هنوز هست. خب اینا دین جدیده؟ هیچ کدومش دین جدید نیست. حالا بیام در مورد هر کدوم اینها هم من جای دیگری بحث کردم که امروز ما 3-5 جور تلقی متفاوت نسبت به اسلام داریم. این تلقی ها در مورد مذاهب دیگه هم هست، در مورد یهود هست، در مورد مسیحیت هم هست. گفتم تلقی سنتی داریم، تلقی نو سنتی داریم، تلقی بنیادگرایانه داریم، تلقی نو اندیشانه داریم و تلقی تجدید نظر طلبانه داریم. برای هر کدوم هم مثال زدم، اینا وجود دارن. خب اگر ما آمدیم، چیزی که من نخواستم واردش بشم اینه که اگر آمدیم و تلقی نواندیشانه یا به زبون دوستمون روشن فکرانه دینی را انکار کردیم، خب یه چی میشه؟ اون وقت میشه اسلام یعنی صرفا تلقی سنتی و تلقی بنیادگرایانه. خب تلقی سنتی چیه؟ معلومه، تلقی سنتی که نوعاً در مراجع محترم تقلید هست. تلقی بنیادگرایانه چی بود؟ چجوری هست؟ خارج از ایران مثل تلقی داعش و القاعده و بوکو حرام و امثالهم،
تو ایران هم به این تلقی بنیادگرایانه میگنش تلقی انقلابی، اسلام انقلابی. خب آیا این تلقی درسته؟ آیا شما داری از تلقی دفاع میکنی؟ و بعدم ببینید این خیلی گاف بزرگیه که ما بیایم بگیم مؤمن ناب داریم، مؤمن راستین داریم. وقت مؤمن ناب و راستین کیا هستن؟ یا باید بگیم مسلمان سنتی یا مسلمان بنیادگرا. یعنی سخن به نظر من سخن ناتمامی بوده، امیدوارم که ایشون یا توضیح بدن یا اصلاح بکنن. بنابراین این نکته که این دوستمون از من پرسیدن که اینا دین جدیده، حرف کاملا نادرستی است. بله، سوال دیگر. گفتند این که اسلام سنتی در گذشته پاسخگو بوده است، اما به نظر شما احکام ضد اخلاق آن هم در گذشته پاسخگو بوده یا شما منتقد آن هستید؟ احکام جنگ طلبانی فقهی و فقه گرایانه اسلام سنتی مذموم نیست؟ خب این اشکال به برخی عرایز من که ذکر کردم که اسلام سنتی در گذشته در جای خودش مقبول بوده، اگر اشکالی هست امروزه. ببینید یک اشتباهی که نوعاً صورت میگیره اینه که ما فکر میکنیم عقلانیت امروز در گذشته هم عیناً بوده. یه مثال میزنم، مسئله بردهداری. خیلی مثال خوبیه. یه مثال دیگه شم مسئله حقوق زنان. مثال خیلی زیاده چون من همینا رو دارم درس میدم، لذا خیلی الان تو ذهنم هست. هر چی بخواد میتونم در زمینه بگم و توضیح بدم که این حرف سوالتون چرا سوال مخدوشی هست. ببینید بردهداری تا دو قرن قبل در ذهنیت انسان مذموم نبوده است. انسان متعقل، انسان خردمند. فکر نمی کنم که کسی در خردمندی افلاطون یا ارسطو تردید داشته باشه. فیلسوفن دیگه و هر دو تا امروز هم پیروف دارن. هر روز ما هر هفته هر ماه مقاله جدیدی در مورد افلاطون یا ارسطو میخونیم و هنوزم مورد مدح و ستایش قرار میگیره. نظرشون در مورد بردهداری چی بوده؟ کاملا توجیه کردن. ببینید در همه ادیان، در همه مکاتب فلسفی بحثی است به نام حق طبیعی. ببینید ما ابتدا یادم خودم وقتی که هنوز به این مسائل آشنا نبودم حق طبیعی رو که بحث میکردم فکر میکنم خیلی حرف خوبیه. حق طبیعی میان برای میگن هر چیزی یک حقوق طبیعی داره. حقوق طبیعی برده همین است که هست. این برای این که این برده کمال پیدا بکنه باید همین حقوق که براش تعیین شده، یعنی حقوق برده بودن رو بپذیره. میگن زن هم یک جایگاه طبیعی داره، جایگاه فرودستی، خدمت به مرد. اگر زنی این رو پذیرفت زن خوبیست، اگه نپذیرفت خوب نیست. بنابراین فرودستی زن هم توجیه شده. برای همین میبینید مثلا در آتن زنان جز شهروندان حساب نمیشدن. یعنی وقتی شهروند میخواد صحبت بشه مرده، مرد مالک، صاحب زمین، نه تا برده، نه بی زمین الی آخر. خب ببینید این عقلانیت عوض شده. حدود دو قرن قبل، یک قرن قبل، همین زمانی که توی آمریکا مثلا اولین بار آمد و اعلامیه بحث بردهداری نقض شد و چقدر جنگ ها صورت گرفت، تا امروز هنوز حقوق مساوی عملا برخی سفیدها نسبت به رنگین پوست ها، نسبت به فلواقع سیاه پوستان قائل نیستن. قانون داره حمایت میکنه اما عملا چنین نیست. خب پس این یک مثال از این که عقلانیت انسان دیروز مساوی با عقلانیت امروز نبوده. یا مثلا گفته میشه جنگ طلبی در اسلام بوده. کجا اسلام بوده؟ من در بحث چالش اسلام و قدرت
با صراحت و با استدلال اینا رو رد کردن. این تلقی که برخی آمدن، برخی مستشرقان و متاسفانه برخی دوستان تجدید نظر طلب ما آمدن دارن میگن که اسلام چنین بوده، جهاد در اسلام منحصر در جهاد دفاعی است، اینا رو در جای خودش بحث کردن. یا در مورد حقوق زنان، جالبه بدونید که حقوق زنان در تا انتهای قرن 19 در اسلام، این مسلمانان، این اسلام فعلی دارم میگم نه ایدئال، بهتر از غرب بوده. همه این مواردی که شما دارید امروز میشنوید به عنوان حقوق زنان، اینها کی ایجاد شده؟ حق رأی، مثلا حق رأی مال اوایل قرن بیستمه، اوایل قرن بیستم، تازگی یک قرن رو به عنوان تفویض حقوق حق رأی به زنان که اولش در انگلستان شروع شد و بعدش در دیگر کشورهای غربی پیش اومد جشن گرفتن. حق مالکیت زمین که در اسلام از ابتدا بوده، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، در قرن 19 اولین بار در میسیسیپی آمریکا به زنان داده شد و بعدش به جاهای دیگه به تدریج کشیده شد. خوبه ما اینا رو بدونیم. ما فکر میکنیم چیزی که امروز درسته همیشه برای بشر درست بوده. هیچ وقت اینجوری نیست. مسائل حق زنان سیر تحول داره. این یه مسئله کاملا مدرن و متأخره. مسئله بردگی یه مسئله مدرنه، یعنی مذمومیت بردگی در عقلانیت انسان یک مسئله متأخره، نه مسئله متقدم، نه مسئله گذشته. بنابراین این که گفته میشه تو ذهنتون، متاسفانه در ذهن دوستمان بود، حالا من وارد و جزئیات نشدم، تو همین قضیه که فرض بکنین تفسیری که بنیادگرایان دارن ذکر میکنن از اسلام، اینم اسلامه. خب ببینید اینا جای بحث داریم، تفسیر غلط هست اسلامه. اگر ما به اصطلاح بخوام پدیدار شناسانه بیایم بگیم ما هر چیزی، هر کسی هر ادعایی میکند، ولو با سواد، ولو بی سواد، ولو درست، ولو غلط، خب این رو در مورد غیر اسلام هم میشه به کار برد. امروز خیلی تلقی های نامطلوب هم در مورد معنویت داریم، در مورد عقلانیت داریم در جای مختلف دنیا. من اینا رو دارم اینجا شب و روز میبینم. ببینید این سوال شما بحثیست، دنباله بحثیست که من در بحث چالش اسلام و قدرت کردم و در همه کلاس هام هم دارم روی این کاملا به اصطلاح نقدش میکنم. این تلقی که گفته میشود اسلام خشونت طلب بوده است، اسلام جنگ طلب بوده است و الی آخر، این انکار نمی کنید برخی افراد در میان مسلمان ها، در میان زمامداران مسلمان این مشکلات رو داشتن. تو یکی از این مطالب اخیرم همین بحث ولایت فقیه چیست، همین که چند روز پیش منتشر کردم، اونجا ذکر کردم که متاسفانه زمامداران مسلمان که نوعاً مال اهل سنت بودن، البته ما زمامدار شیعه هم داشتیم دوران صفویه به این طرف در ایران بیشتر، و برخی قبلش هم مثلا آل بویه و آل زیار و همساله هم بودن، ولی بسیار کم بودن و طول زمانشون کم بود، طول کوتاه بود. ولی در تمام این دورانی که ما چیزی به نام خلافت اسلامی داریم یا امارت در میان مسلمانان داریم، خب یا خلافت اموی بوده یا خلافت عباسی بوده یا خلافت عثمانی بوده یا امارت غزنوی بوده یا سلجوقی بوده یا خوارزمشاهی بوده و هاکذا، بیم تا هم صفویش و نمیدونم قاجارش و زندیش و افشاریش و همه اینا، همینه که تو تاریخ خوندیم، کدام یکی از ناقابل دفاع بوده؟ اینا رو که میخوایم بیام ذکر بکنیم، مثلا اینا اسلامه، اینا رو جای بحث داره. به هر صورت من با شما موافق نیستم در این دوستی که این سوال رو کردن. بنابراین در مورد احکام اسلامی در گذشته باید مورد به مورد بحث کنیم. هر که ادعا میکنه بحث استقرایی لازمه، بیان بگیم که الف ب جیم در زمان خودش این حکم غیر اخلاقی بوده و این خدا گفته، اینو پیغمبر گفته، بله بنده مؤمن باید بیام دفاع بکنم، من هم چیزی نمیشناسم. میتونید بگید در زمان ما برخی از این احکام امروز غیر اخلاقی هستند، غیر عادلانه هستند، غیر معقول هستند، کارآمدی ندارند، که من تو کتابم گفتم، اشاره هم کردم، مثالم، اما مال امروزه نه مال گذشته.
من در مورد گذشته بسیار با احتیاط بحث میکنم. همه جا باید با احتیاط بحث کرد. بحث فلهی نمیشه تو مسئله علمی رفت سراغ. پرسیدن در بعدم تو سال قبلی یکشم فرق گرایانه. فرق گرایانه همیشه مضمون بوده. اگر چیزی کسی این که دیگه جز این کار من و شما اومدیم کردیم، ما آدم ها کردیم، این ربطی به خدا و پیغمبر و ائمه مثلا نداره. سال بعدی پرسن در مواردی که جز به مناسک هستن، مثلا در مورد تعدد زوجات، همسر مردی که میخواهد زن دوم بگیرد آیا به صورت تعبدی این امر را بپذیرد، چرا که این آیه صریح در قرآن آمده است و اگر نپذیرد معصیت خدا کرده است؟ نه. ببینید، اول این که میگیم مناسک، توضیح بدم این جزء مناسک نیست، این اشتباه شده. مناسک یعنی عبادات. عبادات مشخصاً این نماز و روزه و حج و زکات و برای کسی قال است و خمس میشه عبادات که قصد قربت لازم داره. اما بیام سراغ شبه مناسک. احتمالا شما منظورتون شبه مناسک بوده. شبه مناسک یعنی مأکولات، مشروبات، منکوهات، یعنی خوردنی ها. همین که مثلا ما مسلمون ها مجاز نیستیم گوشت خوک بخوریم، ما مسلمون ها مجاز نیست مشروب الکلی بنوشیم. اون منکوهاتش هم منظور روابط جنسی است، نه منظور ازدواج. این رو من توی چندین مقاله به خصوص به انگلیسی اینا رو توضیح دادم، منتشرم شده، میتونید به وبسایت انگلیسی مراجعه بکنید. همین آخریش همین در این زمینه بحث کردم، همین رو توضیح دادم و این جزئیات هم ذکر کردم. در مورد تعدد زوجات هم به تفصیل یک سکشنش فقط در مورد همینه، چون جزئیات سوال میشه، برای همین توضیح دادم با دقت و با جزئیات و با استدلال. حالا یه خلاصه‌ش اینجا خدمت شما عرض میکنم. ببینید، توی امور روابط جنسی که گفتم جزء شبه مناسک توقیفی است، اینا قصد قربت نمیخواد، ولی که منوط به عمل شارع هست، به اجازه شارع هست، متوقف بر اون هست، وقتی گفته میشه مثلا در اسلام برای کسی که قائلش هست روابط جنسی خارج از ازدواج ممنوع است، خب یه مثالش، یا مثلا روابط جنسی با جنس موافق مجاز نیست برای کسی که این رو مجاز نمیدونه، خب در این صورت میگه دلیلش چیه؟ میگیم این جزء توقیفیات است. یعنی چی؟ یعنی مسلمان کسی است که این قیود رو قبول داره، میگه که آقا رابطه جنسی صرفا داخل ازدواج است. ازدواجم یعنی به اصطلاح این که دو نفر از جنس مخالف با هم دیگه ازدواج بکنن، این میشه توقیفی است. خب این کسی هم نمیپذیره که خب به جای خودش، مبنای ماست. بعد از اون حالا میام بگیم که بحث پولیگامی یا تعدد زوجات این چی هست؟ این میره جزء احکام خانواده، این جزء همون معاملاته، نه جزء شبه مناسک قطعا نیست، به هیچ تعریفی جزء شبه مناسک هم نیست، جزء احکام خانواده میشه حقوق مدنی، حقوق یا فقه مدنی که این جزء فقه معاملات محسوب میشه. خب فقه معاملات من ذکر کردم که از منظر اسلام نواندیش حکمش چی هست، ذکرش کردم که این نواند به مباحث عرفی برمیگرده و دیگه ما قائل به لزوم ادامه فقه معاملات نیستیم. این رو در جای خودش بحث کردم. حالا فرض بکنیم بگیم نه، این رو بگذاریم کنار، همین مسئله بیایم از زاویه فقه سنتی به این نگاه بکنیم. شما اشاره به قرآن کردید، بله در قرآن آیه دیگری هم هست که شما باید عدالت بورزید و چون نمیتوانید عدالت بورزید. اگر نمیتوانید عدالت ببرزید، برخی مفسران ذکر کردن که این رو تعلیق به محال کرده. یعنی چی؟ یعنی این که شما امکان این که تساوی بین زنانتون، همون چهار زن عقدی رو برقرار بکنید ندارید. پس وقتی این شرط رو نمیتونید اجرا بکنید، نمیتونید اصلا برید سراغ زن دوم سوم به بعد. بر اساس همین تلقی بود که یادمه
بورقیبه در تونس قانونن اصلا ازدواج به اصطلاح تعدد زوجات رو ممنوع کرد. صراحت هم گفت که تو همه قرآنی که همه شماها قائلید مردم تونس این منوط به عدالت کرده و بعدم متوقف کرده، گفته شما عدالت رو نمیتونید برقرار بکنید. خب واقعا مرد بالاخره یکیشو یکی زنشو بیشتر از بقیه دوست داره، بنابراین نمیتونه عدالت برقرار بکنه، پس متوقف تعلیق به محال شده، پس به اجرا نمیشد. اینم یک تفسیر از این. در علاوه تفسیر دیگه از همین آیات، این آیات در مورد دختران یتیم بوده. یعنی شأن نزول این آیات با صراحت در خود این آیات هم اینه که اولی وقتی که میخواید با این دختران آمده، فردی آمده ولی اینها شده، و بعد خب وقتی ولی شده نسبت به یک از اینها علاقه پیدا کرده و مفاسد دیگه پیش میاد، خب در این صورت گفته شده با اینها میتونید ازدواج کنید. حالا اگر غیر یتیم بود چی؟ برخی از مفسرین و فقها هم آمدن به این تکیه کردن که این هم یه مشکل دیگری است. فرض کنیم عدالت استحبابی بوده نه لزومی، بحث دختران یتیم هم شأن نزول بوده، قابل تعمیم نیست. در این صورت الان باید با چه کار بکنیم؟ بگیم تعدد زوجات در زمان گذشته یک امر کاملا عقلایی و پذیرفته بوده، مال مسلمان ها هم نیست. حضرت ابراهیم دو تا زن داشته، سارا و هاجر، هممون میدونیم. بقیه پیامبران اینا توی، چون بقیه هم از من میپرسیدن، رفتم تو کتاب مقدس هم نگاه کردم، گفتم که آقا تایید نگاه کنید، تعدد زوجات مال مسلمان ها نیست، یک مس فرهنگ گذشته است، مال عربا هم نیست، فرهنگ گذشته است. تو اون فرهنگ این عقلایی بوده، منصفانه بوده، مطابق شرایط اقلیمی پذیرفته بوده. خب الان در مثلا شرایطی مثل ایران این پذیرفته نیست، حتی فرهنگ ما ایران نمیپذیرد. خب بسیار خب، این میشه یه امر عقلایی با تعریفی که من در اونجا در مورد امر عقلایی کردم. خب اون وقت میشه تعدد زوجات، میشه صرفا برای عموز مواقع استثنایی که باید حتما دادگاه هم حکم بکند، حکم جواز بدهد. موارد استثنایی مثل کجا؟ مثلا زن نازا باشد اما همسرش رو دوست داره، میخواد به زندگیش ادامه بده، یا بیماری داره همسرش رو هم دوست داره میخواد به زندگیش ادامه بده، به جای طلاق بخواد بگیره اجازه میده به همسرش اینکه ازدواج مجدد بکنه. خب تو این اگه توافق زوجین باشه اشکالی نداره، یعنی با اجازه دادگاه برای مواقع استثنایی. و کدوم زنی در شرایط عادی همچه اجازه رو به همسرش میده؟ میدونید مطابق قوانین موضوع ایران حداقل از دوره آقای خمینی به بعد، از اول جمهوری اسلامی، ازدواج مجدد منوط به اذن کتبی همسر اول است. اگر مرد بدون اجازه همسرش ازدواج دوم رو بکنه، این مرتکب جرم شده و زندان داره. من یادم خودم در همون زمانی که زندان بودم با برخی از این افراد که بهشون گفتن دو موتوره میدیدمشون و همش موقع تلفن داشتن چونه میزدن با خانمشون که بیا رضایت بده منو از زندان بیاد بیرون. خانمم میگفت نه، بخور آب خنک، بخور به چش، حقته، برو طلاقش بده تا بتونی خونه برگردی. اینا خود بنده شاهد بودم، همه هم اونجا میخندیدیم که این افراد چه کار چه مشکلاتی برای خودشون درست کردن در این مطابق قانون ایران. حالا برگردیم به سوال شما، میخوای بگه که این صریح قرآنه؟ بله خیلی چیزا صریح قرآنه، اما صریح قرآن معناش حکم دائمی نیست، برخی موارد حکم موقت است، چون خداوند برای به سامان آوردن احکام زمان پیامبر هم باید آیه نازل میکرد و نازل کرده. این من و شما هستیم که باید بدونیم این حکم دائمی است یا موقت. یکی از نزاهای من با این دوست محترمم سر اینه و افراد شبیه به ایشون، اینا فکر میکنن که اسلام سنتی یعنی این که ما هر چیزی که از جانب خدا یا پیغمبر صادر شده، یعنی آیه قرآن است یا 100% پیامبر فرموده است، این حکم دائمی است. کجا اینو اثبات میتونید اثبات بکنید؟ و بعد میخوان بگن چیکار؟ بس اسلام به درد امروز نمیخوره. این چیزا پشت سر همین است.
جالب اینجاست که ببینید، همین چند روز پیش، هفته چند روز قبل، بحثی بود در مورد حجاب در کلاس خودم. اینجا دانشجوام علی اغلب غیر مسلمان بود، بعد گفتم کتاب مقدس رو باز کنید، یهودی ها همشون باید حجاب رو رعایت بکنن، مسیحی ها میخواد در کتاب مقدس رو هست، در انجیل هست، همین انجیل فعلی رعایت نمی کنن. خب نهایتش چی میگن؟ میگن که این حکم صرفا مال راهبه هاست، در حال که در متن مقدس، کتاب مقدس، این نیست که فقط راهبه هاست، راهبه ها فقط رعایت میکنن. براشون گفتم مریم مقدس شما آیا محجبه بوده یا نبوده؟ این حکم دوره گذشته است. ما چرا همیشه میام احکام رو خارج از زمینشون بحث میکنیم؟ میگن تکست رو تو کانتکستش بخونیم. در دوران گذشته تعدد زوجات یک امر رایج در دنیا بوده. خب دوران گذشته، الان نیست، این رواج نیست، یا در بسیاری از جاها رایج نیست. خب یکی از نکات تفاوت‌های اسلام نواندیش با اسلام سنتی سر همینه. ما میگیم که، و من استدلال کردم، بخونید اونجا، اونه که انگلیسی میدونن اونجا مقاله هم هست، مراجعه میفرمید، اونجا ذکر کردم که این حکم متعلق به دوران گذشته است. در دوران ما صرفاً حکم استثنایی برای شرایط استثنایی به جواز دادگاه است. هم با یک قرآن عمل شده، هم مقتضای عقلانیت و عدالت و انصاف و اخلاق دوران معاصر رعایت کردیم. اونجا بنده معتقد هستم ازدواج حتماً، اگر ازدواج مجدد قراره در همون شرایط استثنایی هم صورت بگیره، صرفاً با اذن رسمی و کتبی همسر اول ممکن است ولا غیر. خب اینا همه موازین رعایت شده، به نظر من مشکلی نیست. حالا کسی نمیپذیره، خب نپذیرد و به جای خودش. بعد همی که گفته اگر کسی نپذیرد معصیت خدا کرده، نه آقا واجب که نیست که نمتعد زوجات داشته باشید، این جایز است نه واجب است. بله. در باب سال بعدی، باب عبادت ها و دعاهای صحیح و مستند برای امشب هم اگر توصیه دارید. بله چشم، من یک مقاله نوشتم رو وبسایت هم، از رو بحث رمضان مراجعه بکنید، در بحث ذیل احکام روزه اونجا آوردم. اون ادعیه که مربوط به ماه رمضان هست، ادعیه که سند معتبری دارند رو معرفی کردم، ادعیه هم که در سندشون مناقشه هست معرفی کردم، ادعیه هم که وسط قرار دارن هم ذکر کردم که اینا مثلا لاب عصبه هست، مشکلی نداره ولی تایید سندی نمیشه. اون ادله ای که مشکل دارن هم ذکر کردم، مراجعه بکنید به جای خودش. از دعاهایی که من خیلی میپسندم، خودم هم بهش خیلی به اصطلاح علاقه دارم، دعای ابو حمزه صومالی است. این الهی من لغیرک واقعا توی همین هست، توی دعای کمیل هم میتونید مشاهده بکنید. این دو تا دعا از دعاهای بسیار خوش مزامین ما هستند. مناجات شعبانی هم یکی دیگه از دعای بسیار ارزنده ماست، که این سه تا دعا رو من اونجا توصیه کردم. حالا یکیش بیشتر در ماه رمضان که مناجات ابو حمزه صومالی باشد خونده میشه. دعای کوچک دیگری هم هست. از همه دعاها هم بهتر ادعیه قرآنی است. چرا اینا رو ما ترک بکنیم؟ شما همین ادعیه رو استخراج بکنید و همونها رو بخونید که تو قنوتتون میخونید یا تا وقت دیگری میخونید. ادعیه ای هم که امیرالمومنین علی علیه السلام یا بقیه ائمه به ما تعلیم دادن و مطمئنی مال خودشون هست و علما درست نکردن، اونها رو هم همش خوندنیست. دعایی که تو صحیفه سجادی آمده، دعای عرفه. حالا لازم نیست که حتما روز عرفه خونده بشه، که این دعاها دعای ارزشمندیست. اکثر دعاهایی که تو صحیفه سجادی مشاهده میکنید دعای بسیار خوبیست و واقعا آدم ازش لذت میبره. منتها باید اهل حال بشید تا این دعاها بهتون حال بده. یعنی زمانی که انسان حالت دعا داره، باید بره سراغ کتاب دعا و وقت میبینه چه تحولی هم درش ایجاد میکنه. کافیه نه برای روز خوندن، برای را وقتی که دلت با خدا نازک میشه و چشم تر میشه و عشق بر گونت جاری میشه، اقرار میکنی به معاصی خودت در محضر خدا، نه در مقابل مردم. پیش او خجالت میکشی که حق
الهی رو به جا نیاوردی، حق بندگی رو به جا نیاوردی و طلب استغفار میکنی، طلب بخشش میکنی، با دل شکسته میری، توبه میکنی. خب اینا کم مسئله نیست. اصلا رمضان آمده برای همین که من و شما رو یک ماه بگه که یکم به خودت برس. فقط حالا گردگیری بدنی نیست، این نخوردن و نیاشامیدن که ما بیشتر همش با این داریم میگیم برامون سخته. خب اصلا برای سختیش جل شده، وضع شده، برای اینکه من و تو بفهمیم که آقا الان داریم و نباید بخوریم. عده زیادی اصلا ندارند و نمیخورند، چون ندارن دارن رنج میکشن. بکش اون بیچارهی فقیری مسکینی که نداره داره از گرسنگی رنج میکشه و قرار اون وعده که تو نمیخوری به دست اون برسونی، به دست اون فقیر و مسکین برسونی. خب این خیلی زیباست. این واقعا این مناسک ما، عبادات ما، اگر حقش رو به جا بیاریم زیباست. متاسفانه در این 44 سال همش رفتیم سراغ استفاده های اجتماعی و سیاسی از اسلام و از مباحث ایمانی، اخلاقی، مناسکی دور شدیم. یه هر بار باید بیام استدلال عقلی بکنیم آقا تعدد زوجات مجاز است یا خوب است یا بد است. آقا مسئله ما اینا هست. مسئله چند درصد مردم ایران اینا هست الان؟ یادمه یه بار یکی از این همکاران رو دعوت کرده بودم، با همسرش اومد منزل ما، بعد نمیدونم براتون گفتم تو شاید جای دیگر ذکر کردم، بعدش این اولین سوالی که آمد کرد از ما، شما مسلمان چرا حقوق، چرا قائل به تعداد زوجات هستین؟ خانم من بود، من رو به همسرم کردم گفتم شما جواب بده، چقدر توی تو عمرت همچه افرادی دیدی؟ از من از شما سوال میکنم، تو خانواده خودتون، تو افرادی که میشناسید چند نفر رو دیدید که به تعدد زوجات داشته باشه؟ چرا دارید فرضی صحبت میکنید؟ بله، خلاصه بریم سراغ عبادات. این ادعیه بهترین راه خودسازی است برای ما. یک جلسه در مورد دیدگاه علی شریعتی در مورد تشیع هم صحبت کنید. حالا چرا مرحوم شریعتی، ایشون من دوره نوجوانی منه، خدا رحمتش بکنه. من یادمه که کتابای ایشون، همین زیباترین روح پرستنده که در مورد امام سجاد نوشته بود و دعای دیگر فاطمه فاطمه است، یا کتابی که در مورد امام حسین نوشته، کتابی که حضرت علی نوشته، خب اینا رو من 14-15 سالم بود میخوندم، 13-14 سال توی این حدودا میخوندم و تو 17 سالگی دیگه هر کتابش که اومده بود من خونده بودم. تو چرات خاصی هم میخوندیم کتابا که اون وقت قبل از انقلاب، خب اون سنین دوران قبل از انقلاب کتاب مجاز نبود. حدود 56 اینا یه کمی آزاد شد دیگه، 57 هم که توی بین در حین انقلاب بود که کتابا آمد بیرون، آزاد بود، که وقت دادی که من نارو خونده بودم. خب اون زمان خیلی روی من تأثیر داشت این تلقی خیلی شیکی بود، تلقی مدرنی بود، تلقی انقلابی بود، تلقی بود که میشد توی مجامع آکادمیک ازش دفاع کرد. میگفتیم مثلا شماها مارکسیستا نمیدونم مثلا چیز دارید، اون اسم فلان چریک رو دارید، ما مثلا امام حسین رو داریم و از این صحبت هایی که اون وقتا میشد. ستاره سرخ اونا، خونم ایشونم با همون ستاره سرخ اومده بود، تشیع سرخ، تشیع سیاه و برخوردهای دیگری که صورت میگرفت پیش میبرد. ولی بعد که من یه مقدار کار بیشتری کردم، من الان به روکرد مرحوم دکتر شریعتی قائل نیستم، یعنی ازش دفاع نمی کنم، بهش احترام میگذارم، اما معتقدم اون تلقی، اون روکرد دوران نوجوانیم بوده. اون روکرد رو هیچ که نمیاد عکس دوران بچگیشو پاره بکنه، احترام میذارم، همیشه هم احترام میذارم، اما تجویز نمی کنم.
یعنی تشیع انقلابی که دکتر شریعتی توصیه کرد، تبیین کرد، ترویج کرد، تبلیغ کرد، و بعد آقای خمینی آمدند و امت و امامتی که شریعتی نوشت شد امام امتی که در بهمن 57 به ایران آمد و شد آنچه شد. و این رو باید نقادانه برخورد کرد، نقادانه بررسی کرد. به همه دوستانی که هنوز میرن دنبال تفکر فی‌الواقع اسلام انقلابی، یکی از بنیانگذاران اسلام انقلابی در ایران علی شریعتی بود، یکی دیگه از بنیانگذارانش آقای خمینی بود. آیا موفق بوده؟ نه. اون بحثی هم که اشاره کردم در آینده بنا دارم وقتی فرصت کنم این ترم تموم بشه و یه ذره نفس بکشم آماده کنم و ابراز ارائه کنم، همین در مورد اسلام سیاسی است. اسلام سیاسی هنوز در بین بسیاری از ما وجود داره. فکر میکنیم که اینی که الان هست اسلام سیاسی استبدادی است. میگیم ما دنبال اسلام سیاسی دموکراتیک هستیم. و من توی این بحث ولایت فقیه چیست اخیرم که اگه دوستان مطالعه بفرمان اونجا ذکر کردم که چه اسلام سیاسی استبدادی، چه اسلام سیاسی دموکراتیک. اسلام رو سیاسی نکنیم، به ضرر اسلام است، به ضرر سیاستان است. میخواد کار دموکراتیک بکنید، برید در حوزه شهروندی، در جامعه مدنی این کار انجام بدید، اما از دین مایه نگذارید، از دین خرج نکنید. هنوز بسیاری از دوستان ما دنبال اسلام سیاسی دموکراتیک هستن، چیزی که من 3 دهه قبل دنبالش بودم. اون زمانی که فرض بکنید آمدم مردم سالاری دینی رو نوشتم، مال دهه 70ه، 30 سال قبل، 25 سال قبله. الان نگاه حذفش نکردم، جزء زندگیم، جزء فکر من بوده، اما نقدش میکنم الان. لذا اجازه بدید من اگه خواستم من به زمانی صحبت کاری مهمتری دارم، یک زمانی صحبت بکنم، نسبت به مرحوم شریعتی من برخورد انتقادی دارم. حالا دوستان فراوان شریعتیستم دارم، اما خب احترامشون داریم، به جای خودشون محفوظ. حالا من اول سوالو بخونم بفهمم چیه؟ گفتن آغاز جهان آدم و حوا شدن است. خب خیلی به عارفانه نوشتن و سمبولیک نوشتن، فکر نمی کنم سوالی باشه که من بتونم جوابش بدم. خیلی ممنون، به عنوان یک کامنت، به عنوان یک اظهار نظر تشکر میکنم. دنبال ما شدن هستیم ما هم سالم. آیا برنامه‌ای برای جلسه در نقاط آمریکا، دیگر آمریکا مثل دانشگاه استنفورد دارید؟ نه فعلا بنده هیچ جایی برنامه‌ای ندارم، علتشم علت وقت خودم هست. یعنی الان همونطور که ابتدای جلسه عرض کردم بسیار سرم شلوغه و فکر میکنم یه ده آباد بهتر است از شهر خراب باشه. همون وظیفه دانشگاهیم رو که من به عهده دارم درست انجامش بدم، هم پیش وجدان خودم هم پیش خدا راضی ترم. وقتی آدم بیاد و بخواد چندین کار رو با هم بکنه، خب کارا ضعیف میشه، با یک دست نمیشه چند تا هندونه رو بلند کرد. واقعش هم اینجا برخلاف ایران که اون زمانی که من بودم میشد هم استاد دانشگاه باشی هم خیلی کار دیگر انجام بدی، اینجا تقریبا نمیشه. یعنی اگه بخوای یک استاد خوب باشی 4 تا مقاله بنویسی دیگه اصلا به هیچ کاری نمیرسی. من به یک توییت زدنم نمیرسم، به زن نظرم میرسه، اما بخوام رو همون فکر رو وقت صرف بکنم الان وقت نمیکنم. به هر حال عذرخواهی میکنم. امروزم این جلسه هم صرفا به احترام ماه مبارک رمضان و شبهای قدر برگزار کردم که گفتم
بالاخره ماه در سال بخوام یه بارم صحبت بکنم، قطعا میذارم ماه رمضان صحبت کنم، قطعا میذارم شب قدر صحبت بکنم. چون شب قدر همطور که من توی اون مقاله قبلیم نوشتم برای من بعثت است، تولد قرآن است. من اثبات کردم که قرآن در 27 رجب نازل نشده، شروعش در همین ماه رمضان بوده. من ادله رو اونجا ببینید، انا انزلناه فی لیلت القدر، قاعدتا این تنزیل هم همون اقرا بسم ربک الذی خلق هم سوره علق هم باید در ماه رمضان نازل شده باشه. ادله رو اونجا ببینید. به هر حال یعنی اینقدر برای من اهمیت داره، ماه تولد قرآنه، ماه تولد اسلامه، شب قدره، از هزار شب بهتر است، رحمت و مغفرت الهی نازل می شود، قدرش رو بدونید. برای همین گفتم اگه میخوام صحبت کنم حداقل در این زمان صحبت کنم. باور کنید همین این جلسه هم که گذاشتم با عجله برداشتم مطلبم نوشتم و فراهم کردم، کلی به این فشار میاد نسبت به برنامه درسی خودم که حالا با تحمل کنم. حالا دوباره همین رو پرسیدن، کارهای غیر اخلاقی و مذموم داریم ولی شرعی هستن. نزیزم شرعی بودند، اگر اخلاقی و عقلا مذموم هستن دیگه شرعی نیستن. لطفا کتاب حق الناس منو بخونید، من اونجا به تفصیل و صراحت در این زمینه صحبت کردم. از این زمینه بیاد بیرون این جوی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و جو اسلام ستیزانه است که حتی در روشن فکران ما هم از دینی و غیر دینی تأثیر گذاشته، از این دام خودتون نجات بدید. اسلامی که من میشناسم این گونه نیست. معاملات کدوم معامله؟ کلاه شرعی ممنوعه. اینا که ذکر میکنید، این چیزایی که شنیدید، یکی که شو برید مطرح بکنید من جواب میدم. تعدد زوجات رو ذکر کردم، فرصت کردید بعد از صحبت من برید همین مقاله منو بخونید، ببینید چی گفتم در موردش. در مورد معاملاتم، من معامله مجاز مذمومی که شرعی باشد سراغ ندارم. در مورد تعدد زوجات هم عرض کردم. دوباره پرسیدن، اینا هنوز دوستان، ببینید این ذهنیت قابل مناقشه است که یه چیزی براتون بگم بعد سوالو میخونم. الان خوندم خودم فهمیدم چی، حالا بعدش براتون شما هم میخونم. چند شب پیش تو همین دانشگاهی که من هستم، اینا چپلین دارن، دانشگاه به اصطلاح هزینه میکنه برای هر دینی یک مسئول میذارن، بهش میگن چپلین. و مسلمان ها دارن، یهودی ها دارن، مسیحی ها، این کاتولیک و پروتستان دارن، هندو ها دارن، بودیست ها دارن و الاخر هر کدوم اینا. خب یعنی امور مذهبی در اینجا هزینش رو دانشگاه میپردازه و فرد استخدام میکنه. مثلا در مورد اسلام این فردی که مسئولیت داره اتفاقا یک مسلمان سیاه پوسته، دوست من هم هست، آدم خیلی خوبی هم هست. این جلسه گرفته بود برای ماه رمضان که قبل از افطار هر کسی بیاد صحبت بکنه. از منم دعوت کرد، منم یک شب قبول کردم، همین پنجشنبه قبل رفتم صحبت کردم. بعد هرچی چشم انداختم ایرانی ندیدم، تعداد زیادی هم بودن، سالن پر شده بود. بعد خب میدونستم که اینجا هستن دیگه، یعنی مسلمانان ایرانی هم میشناختم، میدیدم هستن در دانشگاه. بعد از اون دوستان دیگری که آمدن و ابراز علاقه کردن اینا پرسیدم که اینا چجوری هن، چرا نمیان؟ ببینید اینجوری ما کردیم، یعنی نسلی تربیت کردیم که دیندار نیست. توی درس دیگم حالا رو تو همون بحثی که میخوام بکنم خواهم گفت، ولی نکتهش اینجا گفتنیست. تحقیق میخوام، غیر تحقیق حرف نزنم. کتابی در کانادا منتشر شده که بیدینترین اقلیت مسلمان های ایرانی هست. مشخصاتش هم بنده دیدم، تحقیق کرده طرف، یعنی به اصطلاح این رو پرکتیس نمی کنن، یعنی عمل نمی کنن.
این محصول حکومت دینی است. چرا ما در بین کشورهای دیگر مسلمان اینجوری در اقلیت هستیم؟ این دست حیث عمل نکردن، عمل نکردن به تعالیم دینمون. حالا برگردیم به سوال، این خیلی چیز تلخیه. گفتن صاحب جواهر و نگاهش به اهل سنت اخلاقی است یا ارتداد؟ همیشگی ضد اخلاقی است یا امروز اخلاقی نیست؟ خب حالا سوال بخوام بفهمم، صاحب جواهر حالا دیدگاهش در مورد اهل سنت درست یا نادرست، این مسلمان سنتیه. من که مدافع مسلمان سنتی نیستم، من مدافع اسلامم، نه تلقی سنتی. همین صاحب جواهر حرفای خوبم داره، حرفای نادرستم داره، حرفای خوبش رو میپذیرم، حرفای نادرستم نقد میکنم. اما صاحب جواهر که پیغمبر نیست که، عین اسلامم که نیست که. بیام مورد بعدی است، نحوه برخورد با اهل سنت. خب نحوه برخورد بنده رو در نظر بگیرید، بنده در مورد نحوه مواجهه با اهل سنت بحث کردم. اگه انتقاد دارید بفرمایید، من پاسخگو هستم. من دارم در مورد اسلام نواندیش صحبت میکنم، نه در مورد اسلام سنتی، مسلمان سنت. اما در مورد ارتداد، ببینید در مورد ارتداد چون خیلی در موردش صحبت شده، من کتاب نوشتم. خوشبختانه کتاب هم به انگلیسی ترجمه و منتشر شده، هم به عربی ترجمه شده، زیر چاپه. امیدوارم همین روزا بیاد بیرون، در قطر قرار منتشر بشه، ناشر خوبی است. حالا بیام سراغ فارسیش که هست، فارسیش هم رو سایتم گذاشتم. ویرایش دومش هم قراره در آلمان منتشر بکنم، تو ایران که نمیتونم. حالا لااقل رو به سایتم هست ویرایش اول، برید مطالعه بفرمایید. کی گفته که ارتداد در اسلام حکمش قتله؟ قرآن گفته؟ پیغمبر گفته؟ ائمه گفتن؟ خب برید بخونید. نادرسته. این تلقی یک تلقی گذشته است در بین مسلمان ها که اینا اینجوری اومدن فرض کردن. خب اگر مجازات، اول موضوع ارتداد متفاوت شده است، تفاوت کرده است. ارتداد در صدر اسلام وقتی طرف مرتد میشد، یعنی این که آمده این از اسلام که میرفت بیرون، یعنی چی؟ یعنی خیانت کرده بود به اسلام. بحث شخصی نبود، بحث گروهی بود، یعنی قبیله بود. یعنی امروز شما تحت حمایت یک دولت هستید، تابع یک، وقتی تابعیت دارید این تحت حمایت اون هستید. وقت قبیله بود، تحت حمایت قبیله بودید. وقتی که خارج می شدید، مثلا مسلمون بودید، خارج می شدید، می رفتید، یعنی از این قبیله خارج شدید، حالا تحت قبیله کی قرار می گیرید؟ خب می رفتید، این شد خیانتی، یعنی امر شخصی نبود، امر گروهی بوده. اصلا معناش به امروز این تفاوت کرده. امروز من اصلا به هیچ کسی نیستم، هیچ نمیخوام به جای خیانت بکنم. خودم فرض بکنید مسلمان نبودم، حالا رفتم مسیحی شدم، رفتم نمیدونم یهودی شدم، رفتم بودایی شدم، رفتم ناموس اصلا ملحد شدم، هر چه شدم، به دیگران چه ربطی داره؟ این موضوع اصلا اون زمان مطرح نبود. من در مورد تبدل موضوع صحبت کردم یا مجازاتش. هیچ آیه در قرآن وجود نداره که گفته باشه که مرتد رو بکشید، برعکسش. یعنی گفته شده که وقتی که مرتد بمیرد، یموت، بمیرد، خب من نگم این که نگه کشته شود، بمیرد، خب آخرت براش چیه؟ یعنی اگر مشکلی داشته باشه آخرت اتفاق براش میفته، نه در دنیا. پیغمبر، آیا در زمان پیغمبر یک نفر سراغ داریم یا در زمان امام علی یک نفر سراغ داریم که به حکم ارتداد اعدام شده باشد؟ خیر، اون موارد رو ذکر میکنم، مال دوره پیغمبر جرم های دیگری کرده بوده، یا دزدی کرده بوده، یا خیانت کرده بوده، یا کار زشت دیگری کرده بوده، دینش هم عوض کرده بوده به همون شکلی که عرض کردم. اما اگه تونستید یک نفر رو پیدا بکنید که صرفاً به عنوان ارتداد اعدام شده باشد، اسمشو بیارید.
من همه رو تو کتاب اومدم بررسی کردم یک به یک. این در مورد سیره عملشون، در مورد گفتنشون، سیره قولیشون به یک حدیث به پیغمبر نسبت میدن که ام و اساس همه ایناست. من بدل دینه فقتلو، هر که دینش رو عوض کرد بکشیدش. پیغمبر خدا اینو نگفته، من با زبون روزم دارم اینو میگم. شما تو ایران حالا افطار کردید، اینجا الان بعد از ظهر، اول بعد از ظهر. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه این حدیث رو پیغمبر نگفته، حدیث جعلی است. هیچ کدوم از کتب اربعه هم، کتب اربعیشی هم نقل نشده. اصلا از قرن پنجم به بعد از اهل سنت به شیعه اومده. تو اهل سنت هم بنده رفتم تحقیق کردم، نشون دادم که یه حدیث جعلی است، قطعا پیغمبر نفرموده. بس چی میشه؟ آیا ببینید، ما داریم یک چیزا رو به اسلام نسبت میدیم که اینها اسلام نواندیش داره میگه جز اسلام نیست. افراد غیر متخصص و تحقیق نکرده، هر روش تأکید دارم، افراد غیر متخصص و تحقیق نکرده میان میگن اینا اسلامه. و عزیزم اینا اسلام نیست. حالا تو از کار این حکومت بدت میاد، بسیار خوب، ما هم بدمون میاد، اما لطفاً اینا رو به حساب اسلام نگذار. اینا اسلام انقلابی هستن یا بنیادگرا هستن و اصلا ربطی به ما ندارن، ما یک کس دیگه هستیم. اینا رو با هم تفکر باید نباید خلط بکنیم. متاسفانه تو این مساوی اینا با هم خلط شده. خب این هم مال این مسافرت. چرا مسافرت روزه را باطل میکنه؟ چرا شکیات نماز در بعضی رکعت ها است در بعضی رکعت ها نیست؟ خب سوال خوبی کردی. اینها به خاطر اینا مناسک است، عبادات است. عبادات ما دلیلش را نمیدانیم، یعنی بنده نمیدانم، بنده به عنوان یک فقیه نمیدانم. اگه کسی میگه میدونم بفرماد بگه میدونم. چرا 5 تا نماز بخونیم؟ چرا 17 رکعت نماز میخونیم؟ چرا فقط تو ماه رمضان باید روزه بگیریم؟ چرا باید از فجر تا غروب آفتاب روزه بگیریم؟ چرا در روزه فقط این کارا رو نباید بکنیم؟ اینا همش میگیم تعبدی است. تعبدی به معنای واقعی ایناست، توقیفی است، یعنی این که ما دلیلش را نمیدانیم، خدا میداند. اجمالا میدونیم که گفته شده است اینها عبادت است برای تنها عن الفحشاء و المنکر است، اینها برای تزکیه نفس است، اینا یک چیزا کلی میدونیم. اما اینکه چرا باید اینجوری حج بکنیم، چرا باید اونجوری زکات بدیم، چرا باید این جزئیات در مورد، چرا باید اینجوری وضو بگیریم، چرا اصلا وضو بگیریم، چرا باید اینجوری غسل بکنیم، هیچ کدوم اینا نمیدونیم. عبادت یعنی همین. چرا شکیات نماز نمیدونم در یکیش به قول شما باطل میکنه، در یکیش نمیکنه، یک راه حل براش پیدا شده؟ دلیل اینکه نمیدونیم. در مورد این جزئیات هم هیچ کدومش در قرآن نیست، در سنت آمده، از پیامبر سوال کردن جواب دادن، ما بر طبق نظر پیامبر عمل میکنیم، تمام. اما همه دین این نیست. همه حرف من همین بود امروز. کسی که میاد میگه که اساس دینداری بر تعبد است، یعنی اعتقادات، یعنی اخلاقیات، یعنی معاملات غیر مناسک، که اینا اکثر دین است، یعنی 95% مسائل دینی ایناست، اینا هیچ کدومش تعبدی نیست. 4 تاش مثل همین دوتایی که شما پرسیدید تعبدی است که من هیچ مشکل ندارم، با صراحت هم ذکر میکنیم، اینا تعبدی است، توقیفی است، دلیلش را نمیدانیم، چون خدا و پیغمبر فرمودند عمل میکنیم. مؤمن یعنی همین، اما بقیهش به عقلش عمل میکنه، فقط تو همین جزئیات، تو همین چند موارد مناسک است. خب یه دوستی هم با انگلیسی تشکر کرده، خیلی ممنون. در صورت امکان در مورد حجاب هم صحبت بفرمایید. در مورد حجاب عرض کردم انتهای صحبتم، اون من در مورد هیچ موضوع دینی به اندازه حجاب بحث نکردم تو زندگی. اگر اینا رو بخوام الان منتشر بکنم چیزی نزدیک 2 جلد کتاب میشه. یکیش در تعاملی در مورد مسئله حجاب، الان نزدیک 91، الان 1402، یعنی 12 سال 13 سال پیش بوده. 5 قسمتش رو منتشر کردم، چند قسمت دیگه هم داره، امید دارم یه وقتی بذارم برسم که رو تمامش بکنم. خب بدون اونجا رو مطالعه بکنید. 3-4-7-8 تا بحث دیگه هم جداگانه بحث کردم، همه اینها رو در وبسایت هم گذاشتم. در مورد این که الان اینا گفتن از شنبه هفته آینده دوباره بگیر ببند شروع می‌کنیم، دوباره
شداد غلاظ میکنیم با این صحبت هایی که رهبری کرد و اینها. متاسفانه اینا فکر میکنن حریف خانوما میشن. نمیشن. اینو من به شما قول میدم. نوشته بودم که پیشبینی کرده بودم، درستم در آمد، گفتم که جمهوری اسلامی حجاب اجبار خود را به حجاب اجباری سنجاق کرده است. یعنی این طبع اینجا اون فکر کردن که شعائر اسلام، یعنی شعائر یعنی چیزایی که ظاهر همه میبینن، شعائر اسلام یعنی حجاب. جمهوری اسلامی صرفاً برای اجرای شعائر آمده است. اگر این شعائر رعایت نشود، در این صورت یعنی ما نیستیم. اگر میخوایم ما باشیم، یعنی باید روسری سر خانم ما باشه. خب همه کشور دیگه مسلمون نیستن. اینا نامسلمونه. برید کشور مختلف رو نگاه کنید. من بسیارش سفر کردم. اونجایش که مسلمان ها در اکثریت هستن، اونجایی که مسلمان ها در اقلیت هستن. هر دو گونه هست. یعنی زن محجبه هست، محجبه کامل. زن غیر محجبه یعنی روسری نداره، اما لباس عفیفانه پوشیده، لباس نجیبانه پوشیده، لباس پوشیده پوشیده، اما روسری نداره. خب اینم هست. یه زنایی هم هستن، یه خانمی هم هستن که مثل فرض بکنید خانم غربی هستن. خب اونام هستن. سه جور ما داریم. حالا فرض بکنید اگر شما این حجاب اجباری رو بذارید کنار، همه لخت میشن؟ این چیزی که میگید به زبون میارید؟ یعنی خانمای ایرانی فقط اجباره که اینا رو نگه داشته؟ خب معلومه که نیست، که نمیشناسید. اگر اجبار برداشته بشه چه اتفاقی میافته؟ تعداد زیادی روسریشون رو خواهند حفظ خواهند کرد، تعداد زیادی روسری رو برخواهند داشت، اما لباس موقری خواهند پوشید. یه تعدادی هم به گونه دیگر رفتار میکنند. من یادم سال 85 یا زودتر، هنوزم رو وبسایتم هست، سرچ بکنید حجاب شرعی حجاب عرفی. من اون وقت هنوزم نرسیده بودم به عدم وجوب حجاب. اونجا استدلال کردم، یه استدلال دوباره هم میگم برای کسی اونا رو نخونده، الان برید بخونید، اگرم نخوندید خلاصش رو میگم. گفتم ببینید از تلویزیون رسمی شما فیلمای خارجی رو پخش میکنید، تو این فیلم ها خانوم ها که هیچ کنونش روسری ندارن که. خب چی دارن؟ اما موارد سکسیش رو حس میکنید، سانسور میکنید، بقیهش رو پخش میکنید، چه سریالش، چه فیلمش، چه خیلی چیزای دیگه. اون زمان که من ایران بودم این کار رو میکردید، حالا احتمالا ادامه دارم. گفتم خب همون چیزی که نشون میدید اجازه بید تو خیابون هم همون باشه. یعنی چی؟ یعنی بگید حجاب شرعی برای کسایی که مایلند، حجاب عرفی، حجاب عرفی این همون که تو تلویزیون ایران نشون دادید، میشید نشون میدید، زن روسری نداره، از زانوش به پایینم به بالاش هم پوشیده است، در همین حدش اجازه بدید تو خیابونا بیان، چه مشکلی ایجاد میشه؟ هیچ. بعدم میاد میگید که توی ایران حداقلش در تشیع ما پذیرفتیم که صورت زن لازم نیست پوشیده بشه در بیرون، برای نامحرم لازم نیست پوشیده باشه. خب صورت که از موی زن زیباتره، چطور این صورت میتونه باز باشه، مو نمیتونه باز باشه؟ خب من اونجا ذکر کردم آقا استدلال قرآنی هم داریم، این زینت ظاهره هست، زینت ظاهره مجاز است. همه دعوا سر اینه. من یه مصاحبه کردم مدت هاست، متاسفانه بی بی سی پخش نکرده، در مورد کتاب حجاب مرحوم مرتضی مطهری است. اینا فکر میکردن که من میام مقابله میکنم، نکردن. حالا امیدوارم که پخش بشه. زمانی که پخش شد اونجا شما خواهید دید، گفتم مرحوم مطهری یه قدم بلند برداشت. اون وقت آمد گفت که صورت زن، دست زن میتونه باز باشه و برقع لازم نیست، نقاب لازم نیست، میشه با مانتو روسری هم آمد و لازم چادر لازم نیست و الی آخر. خب همون زمان چیزش کردن، تکفیرش کردن.
یکی از شاگردان سابقش آقای شریعت مداری، محمد تقی شریعت مداری اگه اسمش اشتباه نکنم، که یه وقتی در این زمینه تحقیق کردم منتشر خواهم کرد، اون نقدی بر مسئله حجاب مال ایشون تو اون مصاحبه گفتم، اینا را ذکر کردم، گفتم یه قدمم من برداشتم و مرحوم قابل. گفتیم چی؟ گفتیم که اون یه قدم برداشت، ما قدم دوم رو برداشتیم، گفتیم که موی زن، حالا این تبیین مال منه، موی زن مثل صورت زن جز زینت ظاهره، خمار و جلباب هم که در قرآن آمده این معناش روسری نیست، توضیحشم دادم، کتاب لغتم آوردم به جای خودش، معانی دیگری داره، اونی که باید زنا بپوشن سینه‌شون باید پوشیده باشه، گریبانشون باید پوشیده باشه، در این حد. اینو دیگرانم گفتند، من اولین نفر نیستم میگم. خب حالا این مواردش، یعنی میخوام بگم حجاب پروسری اصلش مناقشه داره، مشکل اصلا این حرف استدلال من نپذیرن، اشکال نداره نپذیرید، اجبار حجاب به چه دلیله؟ اونجا اومدم ذکر کردم که آقا تعذیر در مورد چه عباداتی شما میتونید به کار بدید، حتما باید منصوص باشه، ما در تعذیر برای حجاب رو نداریم، نه آیه داریم نه روایت داریم، هیچی در موردش نداریم. حتی اومدم با آقای خمینی استدلال کردم، به تحریر وسیلش استدلال کردم، نشون دادم که شما نمیتونید پیش ببرید. جالب اینجاست همین آقای خامنه ای چند سال قبل آمده گفته، نوارش هم هست ویدئوش هم هست، که آمدن این به اصطلاح کمیته بود، سپاه بود، بسیج بود، هرچه بود، شروع کردن حمله به خانمای کم حجاب، یا به دلیل اون زمان که بی حجاب نبود، حمله به اینها کردن، ایشون به شدت محکوم کرد و دستور داد جلو اینا رو بگیرید. میگو این کار آقای خمینی بوده. خب آقای خامنه ای این کار آقای خمینی بوده، چرا تو ادامه نمیدی؟ اون کار درست بوده، به ضرر اسلام تموم میشه. حالا من حرف دیگه ای بزنم، اون نکتش هم اینه که شما آمدید میخواید، الانم با اون زمان فرق میکنه، اون زمان نه شبکه اجتماعی بود نه ماهواره بود، خیلی به چیزا نبود و این آگاهی عمومی نبود. امروز اکثریت، حالا اکثریت هم منم قائل نیستم، بسیاری از زنان ایرانی به خصوص، بسیاری از زنان جوان و دختران جوان مایل نیستن رو سری سر بکنن. خب چه کار کنی؟ خب با اجبار بکنی اون وقت دینشون از دست میدن. زیبایی برای زن خیلی مهمه، مایل اینجوری بیاد بیرون، تو نمیپسندی، بسیار خوب، میخوای با زور، با زندان کردن، با جریمه کردن، با محدودیت ایجاد کردن، تمام اینها رو مقابل اون وقت هم نمیان، حالا مثل بنده بیان بین اسلام و حکومت اسلام تفکیک قائل بشن، همه اینا به پای اسلام میمیسن. حالا بیا انتخاب بکن، حجاب رو انتخاب کن یا بقای ایمان رو در زنان و دختران و خانواده ایرانی، کدومش اولاست؟ اگه برای بقای خودتونم تا فکر میکنید، قطعا به شکست میانجامه. وضع اقتصادی مردم که خوب نیست، هیچ کدامشونم الان این که معتقد باشن این دولت توان حل مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو داره، اکثریت بالای 85 بالای 90% میگن نه توان نداره. این دولت هم شما گذاشتید، مردم انتخاب نکردن، دولت منصوب شماست، تعیین شده شماست. خب اگر برای بقای خودتون هم فکر میکنی، دست از سر حجاب اجباری بردارید. من دغدغه حفظ ایران دارم، دغدغه حفظ تشیع اسلام دارم، برای هر سه معتقدم اجباری کردن حجاب به ضرر همه این هاست، یعنی باعث میشه که ما در هر سه مرحله با مشکل مواجه باشیم. متاسفانه آقای خامنه ای و افراد زیر دستش ظاهراً بسیار از زیر دستاش هم موافق نیستن، داره فشار میاره، داره ببینیم به کجا میانجامه. حالا گفتن منم که تأثیر نداره، تأثیر فراوانی نداره، بیام بگم که آقای خامنه ای راه که میروی به ترکستان است، این راه به هیچ وجه حتی به ضرر حکومت خودت تمام خواهد شد، خواهید. این هم در مورد حجاب.
راجع به آقا مرتضی جزاهری صحبت. آقا مرتضی جزاهری فعلا جز اولویت بنده نیست. من گفتم صحبت خواهم کرد، نگفتم کی صحبت میکنم. اینشون به این انگلیسی نوشته Out of body experiences. خب من دوست ما این که به انگلیسی برای من نوشتند خانم سحر، این Out of body experiences این رو لطفا میتونید بعدا یا اگر هستید توضیح بدید بنویسید چیه، من الان متوجه نمیشم شما منظورتون چیه تا جواب بدم، اگر هم میتونید با ایمیل برای من بفرستید. خب سوال بعدی، اسلام سنتی در گذشته پاسخگو بوده. منظور من این است که در گذشته هم پاسخگو نبوده. بعضا معتقد نیستم اسلام سنتی در گذشته پاسخگو نبوده. هر که فکر میکنه پاسخگو نبوده اقامه دلیل کنه، سند بیار. خب دوستی پرسیدن که در افغانستان طالبان دختران را از تحصیل منع کرده، شما در موردش چه میفرمایید؟ آیا صادر کننده این امر مرتکب گناه شده، مستحق عقاب است؟ بله، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. بنابراین این که طالبان اومده همچو کار زشتی انجام داده اصلا قابل دفاع نیست. این یکی از ابعاد حکومت اسلامی است، یعنی اسلام سنتی متاسفانه به هیچ وجه قابل دفاع نیست و امیدوارم هر چه زودتر تجدید نظر بکنند. دختر همچنانی که میتونه ابتدایی تحصیل ابتدایی بکنه با تحصیل راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه و بالاتر از اون بتونه انجام بده، هیچ فرقی بین اینها نیست. چرا شما فقط تنها شما تو دنیا مسلمان هستی؟ خب بقیه کشورها چیکار میکنن؟ آیا تو همون عربستان سعودی که شما بالحال به اونا نزدیک هستید آیا اونا تحصیل خانوما ممنوعه؟ هر کدوم از این جریان‌های بنیادگرای فاجعه‌ای هستند. خب در مورد پیامبر اسلام و همسرانشان صحبت کنید. بله اینا رو من مفصل صحبت کردم، میتونید مراجعه بکنید. عزیز من اسلام اینها نیست، امروز مسئله ما اینا نیست. اینا شروع میکنن یه تو اینترنت اینا رو هوا میکنن، بعدم برای برخی مسئله میشه. مسئله بنده توضیح دادم در جای خودش سر کلاس هم میگم، اما اینا مسئله درست کردنه. تفاوت نوع اندیشه دینی با تجدید نظر طلبی دینی چیست؟ اینا رو در مقاله خودم طیف‌های جدید اسلامی در ایران معاصر مفصل توضیح دادم، مراجعه بفرمایید اونجاش. در مورد حروف مقطعه، آیا اعراب از پیامبر پرسیدن که اینها چی هستند؟ بله پرسیدن، گفتن که اینها رمزی است، مسئله رمزی است، مسئله نیست. این سال آخر، ملاک و معیار برای تعیین احکام تعبدی و غیر تعبدی مدخلت زمان و مکان در حکم شرعی چیست؟ تعبدی غیر تعبدی بحث زمان و مکان نیست. تعبدی به معنای دقیق کلمه، یعنی اگر مناسک باشد اینها حکمش در شریعت مشخصه، تعدادش هم محدوده، توقیفیات هم به همین شکل هست، بقیهش هم اگر تردید داریم همه میره تو غیر توقیفیات، یعنی میشه غیر تعبدی به معنایی که دوست ما به کار بردند. بله دیگه خدمت شما عرض بکنم، دیدگاه فقه شیعه در مورد جامعه رنگین کمانی چیست؟ اگه منظورتون جامعه متکثر، ذکر کردم که متکثر رو باور داریم. این هم آخرین سوال، در مورد تجربیات افرادی که به طور موقت از بدن خارج شدند و برگشت کردند چیست؟ آیا وجود روح را اثبات می کند؟ یکی از تردیدی داره در موردش. بله اگر همچون افرادی که کردند وجود روح را اثبات می کنه، اما وجود روح به اینها نیازی ندارد. مثال خیلی ادله مهمتری از اینها وجود داره. برحال خیلی ممنون، وقت فراوانی هم گرفته شد و بیش از یک ربع ساعتی هم بیش از وقت وعده داده شده وقت گرفتیم.
عذرخواهی میکنم بابت اینستاگرامم، تحقیق میکنم ببینم چه اتفاقی براش افتاده. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، التماس دعا. خدا نگهدارتون.